بفرمایید، خواهش میکنم، لایو آماده است. با سلام و درود فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما رو از طریق یوتیوب و رادیو تلویزیون بشریت به صورت زنده دنبال میکنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان رو در تاریخ 10 یولی سال 2022 و در ساعت 17 به وقت اروپای مرکزی آغاز میکنه. به رسم همیشه من ابتدا سخنرانان و موضوع سخنرانیشون رو خدمت شما بزرگواران عرض میکنم و بعد میپردازیم به جلسه. جناب آقای علی فروتن با گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان در خرداد ماه سال 1401، سرکار خانم شهناز کریمزاده با بررسی هدف 7 از سند 23 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای داوود لطفی با موضوع بردهداری در عصر قدیم و جدید، سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع تقیه در فرهنگ شیعی و جناب آقای امین زهری با موضوع نگاه اسلام به دیگر ادیان آسمانی. در بخش بعدی بحث آزاد رو داریم. بحث آزاد امروزمون حق آزادی انتخاب همسر و ازدواج آگاهانه است. دوستان و همراهان و همکاران گرامی هم میتونن در پایان هر بخش دیدگاه نظراتشون رو بیان بکنن. من در ابتدای کار از آقای علی فروتن دعوت میکنم که گزارش و تحلیل موارد نقض حقوق پیروان ادیان رو در خرداد ماه سال 1401 به اطلاع شما برسونه. جناب آقای فروتن بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. با سلام و درود خدمت همه دوستان حاضر در جلسه، با گزارش تحلیل نقض حقوق بشر در خرداد ماه خدمتتون هستم. اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 18: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می تواند از این حقوق یا مجتمعاً به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشد. حاکمیت کنونی ایران و سران آن اعتقاد دارند که برخی از گروه‌های مذهبی دشمنان کشور هستند، زیرا باورهای مذهبی آنها ممکن است وفاداری به نظام را دچار چالش کند و به بهانه حفظ امنیت سیاسی سرکوب فعالیت‌های مذهبی را سرلوحه عناد با ادیان دیگر قرار دادند. مسیحیان: جمهوری اسلامی کمر به نابودی مسیحیت بسته است. واقعیتی از طرح در مورد جفا بر مسیحیان ایران، مسیحیانی که به خاطر دگراندیشی و تغییر دین از سوی حکومت مذهبی جمهوری اسلامی مورد اتهام و محکومیت قرار می گیرند. دادگاه تجدید نظر 3 شهروند مسیحی به حبس جزای نقدی و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شدند. محکومیت انوشان آفدیان شهروند مسیحی و عباس سوری و مریم محمدی دو نوکیش مسیحی در دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تایید شد. بر اساس این حکم که توسط دادگاه تجدید نظر استان تهران در روز یکشنبه 8 خرداد ماه به این شهروندان ابلاغ شده است، انوشان آفدیان به تحمل 10 سال حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت 10 سال و همچنین پرداخت جزای نقدی محکوم شد. همچنین عباس سوری و مریم محمدی نیز به مدت 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت جزای نقدی درجه 5 در حق صندوق دولت به ارزش 50 میلیون تومان، منع عضویت در گروه ها و دستجات سیاسی، منع خروج از کشور و ثبت حضور به صورت فصلی در دفتر نظارت و پیگیری ضابطین پرونده و منع اقامت در استان تهران و استانهای همجوار آن به مدت 2 سال محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان تشکیل و اداره جمعیت تحت عنوان کلیسای خانگی، مسیحیت تبشیری صهیونیستی با هدف برهم زدن امنیت کشور و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره عنوان شده است.
این خبر نقض ماده 8 حق آزادی عقیده و ماده 6 حق ارزش انسانی در همه جا می باشد. رسیدگی به پرونده 7 شهروند مسیحی در دادگاه انقلاب تهران. قاضی ایمان افشاری که به صدور احکام سنگین علیه نوکیشان و فعالان مسیحی مشهور است و دارای باورهای مسیحیت ستیزی نیز می باشد، بارها در جریان جلسات دادگاه به نوکیشان مسیحی و وکلایشان توهین کرده است. محبت نیوز، گزارش ها از ایران هاکیست جلسه رسیدگی به این پرونده جوزف شهبازیان، سالار اشراقی مقدم، فرهاد خزایی، سمیه صادق، معصوم قاسمی، مینا خاجوی قومی و ملیه نظری 8 خرداد ما در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. این افراد به اتهام ترویج مسیحیت سیونیستی و عضویت در گروه های مخالف نظام در موج گسترده از بازداشت و بازجویی از مسیحیان در تابستان 1399 دستگیر و برای آنها پرونده تشکیل شد و در روزهای 10 و 11 تیر ماه 1399 ماموران امنیتی در حمله به منازل و کلیساهای خانگی در شهرهای مختلف از جمله تهران، کرج، ملایل دست به بازداشت 10 مسیحی از جمله سونیا صادق، مینا خاجوی، جوزف شهبازیان، فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم زدند. ماموران اطلاعات سپاه همچنین 10 تیر ماه به منزل ملیحه نظری در آریا شهر تهران هجوم برده و این نوکیش مسیحی را در حضور همسر و فرزند بیمارش بازداشت و برخی از وسایل شخصی وی از جمله کامپیوتر، تعدادی کتاب و تلفن همراه را ضبط کردند. جوزف شهبازیان با وسیقه 2 میلیارد تومانی، سونیا صادق با وسیقه 500 میلیون تومانی، ملیه نظری 300 میلیون تومان، مینا خاجوی، فرهاد خزایی و سالار اشراقی مقدم هر کدام به وسیقه 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی به طور موقت آزاد هستند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 6 حق ارزش انسانی در همه جا می باشد. بهائیان ایران کشوری که در آن بهائیان زیادی زندگی می کنند. آیین بهائی هنوز در ایران یک فرقه مرتد تلقی می شود. این مشهور است که بهائیان به دنبال صلح هستند، قدرت سیاسی نمی خوان و تهدید امنیتی ایجاد نمی کنند. با این حال رژیم دینی ایران آنها را تحت تعقیب قرار می دهد. از انقلاب اسلامی 1979 میلادی تا کنون بهائیان به طور سامانمند و روشمند از دسترسی به تحصیلات عالی و همچنین حق اشتغال محروم بودند و اگر پیگیر حق از دست رفته خود باشند با اتهامات واهی و زندان و تهدید مواجه می‌گردند. سعیده خضویی شهروند باهایی به زندان اوین منتقل شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، سعیده خضویی شهروند باهایی ساکن تهران پس از گذشت بیش از 40 روز از زمان دستگیری از بازداشتگاه الف 1 اطلاعات سپاه به زندان اوین منتقل شد. ارسلان یزدانی فرزند خانم خضویی از تعیین قرار وسیقه برای مادرش خبر داده است. خانم خضویی در تاریخ 22 فروردین ماه پس از حضور در دادسرای اوین بازداشت شد. وی در روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه طی تماسی تلفنی با خانواده‌اش از تداوم بازداشت خود در بازداشتگاه الف یک اطلاعات سپاه خبر داده بود. پیش از این علی‌رغم پیگیری‌های مکرر خانواده، مسئولان دادسرای اوین اوین از ارائه هر گونه اطلاعاتی در خصوص محل نگهداری خانم خضویی و اتهامات مطروح علیه وی خودداری می‌کردند. منزل سعیده خضویی در تاریخ 8 مهر 1400 توسط نیروهای امنیتی مورد بازرسی قرار گرفت و شماری از وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، تلفن همراه، وسایل الکتریکی، عکس و مدارک آن ضبط شده است. این خبر نقض ماده 18 آزادی عقیده و ماده 6 حق ارزش انسانی در همه جا می باشد. امین ذوالفقاری شهروند بهایی راهی زندان یزد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران امروز سه‌شنبه 3 خرداد 1401 امین ذوالفقاری شهروند بهایی جهت تحمل حبس راهی زندان این شهر شد. این شهروند به همراه محبوب میساقیان، میترا بندی امیرآبادی و هیوا یزدان مهدی آبادی توسط شعبه دوم دادگاه انقلابی از به ریاست قاضی رضا
جواد موسوی محاکمه و هر یک از بابت اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام به 2 سال و 8 ماه حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه حبس محکوم شده بودند. در مرحله تجدید نظر با تبرئه از اتهام عضویت در گروه های مخالف نظام توسط شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استانی است، این محکومیت در خصوص هر یک از این شهروندان به 8 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. دادگاه انقلاب شیراز 26 شهروند بهایی به 85 سال حبس و تعبید محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، 26 شهروند بهایی در شیراز به حبس و تبعید محکوم شدند. بر اساس دادنامه‌ای که در تاریخ 8 خرداد ماه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز به ریاست قاضی محمود ساداتی صادر و به این شهروندان ابلاغ شده است، این شهروندان مجموعاً به تحمل 85 سال حبس، 24 سال تبعید و منع خروج از کشور محکوم شدند. در بخش دیگری از احکام صادره، این شهروندان باید به مدت 2 سال روزانه خود را به اداره اطلاعات استان معرفی کنند. بر اساس حکم صادره، یکتا فهندش سعدی، لالا صالحی، بهار نوروزی، رزوان یزدانی و مژگان غلامپور هر یک به تحمل 5 سال حبس تعزیری، منع خروج از کشور با ابطال گذرنامه به مدت 2 سال و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان به مدت 2 سال و نبیل تذهیب، صحبا مسلحی، بهنام عزیزپور، اسماعیل روستا، رامین شیروانی و سعید حسنی هر یک به 5 سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به مدت 2 سال با ابطال گذرنامه آنان و اقامت اجباری به ترتیب نبیل تذهیب در ایزه، صحبا مسلحی در فردوس، بهنام عزیزپور در دهدشت، اسماعیل روستا در بافق یزد، رامین شیروانی در باغ ملک، سعید حسنی در لردگان همراه با معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان محکوم شدند. همچنین مریم اسلامی، پریسا رویزادگان، مرجان غلامپور، شادی صادق اقدم، اهدیه عنایتی، ثمره آشنایی، نسیم کاشانی نژاد، صحبا فرحبخش و نوشین زنهاری هر یک به 2 سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور به لغو گذرنامه به مدت 2 سال و معرفی روزانه به اداره اطلاعات استان به مدت 2 سال و مهیار سفیدی، ورقا کاویانی، شمیم اخلاقی، فرزاد شادمانی، فربود شادمان، سروش ایقانی و هر یک به 2 سال حبس تعزیری و منع خروج از کشور با لغو گذرنامه به مدت 2 سال و اقامت اجباری، به ترتیب مهیار سفیدی در لامرد، ورقا کاویانی در کاشمر، شمیم اخلاقی در سمیرون، فرزاد شادمان در میناب، فربود شادمان در فیروزآباد و سروش ایقانی در مهریز به مدت 2 سال با معرفی روزانه به اداره اطلاعات آن شهر محکوم شدند. اتهامات مطروح علیه شهروندان تبانی و اجتماع به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور عنوان شده و احکام صادره قابل تجدید نظر خواهی است. دادگاه مصادیق اتهام انتصابی را حضور و اجتماع آنان در محله‌های فقیرنشین، حاشیه شهر شیراز و گردهمایی در مکان‌های مقدس مذهبی و سیاحتی و گردشگری از جمله شاهچراغ، حافظیه تخت جمشید و نارستان به بهانه بررسی بحران آب و آسیب‌های اجتماعی و طرفداری از محیط زیست در واقع اجتماع و تبانی برای ایجاد ناامنی فکری عقیدتی در جامعه اسلامی با عنایت به ادعای دروغین و انحرافی و تفکر خطرناک آنان مبنی بر برتری طلبی فرقه زاله بر تمامی ادیان الهی و پشت سر گذاشتن آنها به خصوص اسلام جهت ایجاد فتنه و مذهب مسلمانان و نحوه عمل و اقدام آنان در اجرای نقشه و برنامه‌های شوم سران فرقه عنوان کرده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 6 حق ارزش انسانی در همه جا می باشد. اهل سنت خواستار امنیت و اخوت هستند. انتظار دارند که آزادی مذهبی مراعات شود و این خواسته تک تک جامعه اهل سنت است. کشته شدن امام جمعه موقت کلات توسط افراد مسلح در شهرستان سرباز. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، امروز 9 خرداد 1401 یک روحانی بلوچ اهل سنت توسط افراد مسلح در شهرستان سرباز کشته شد. هویت این روحانی بلوچ مفتی محمد کریم حملی
فرزند پیر محمد ال روستای کوزادر عنوان شده است. بر اساس این گزارش، افراد مسلح فاصل روستای انگوری به سمت امام جمعه موقت کلات تیراندازی کرده که پس از انتقال به درمانگاه جان خود را از دست داده است. بر اساس گزارش سالانه 2021 کمپین فعالین بلوچ، دست کم 115 شهروند بلوچ توسط افراد و سارقین مسلح در مناطق بلوچنشین ایران کشته و زخمی شدند. در بین این کشته و زخمی شدگان دست کم 5 نفر کودک و 4 تن دیگر زن بودند. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 3 حق حیات برای همه می باشد. اعتصاب و قضای ارکان پالانی جاف در زندان رجای شهر کرج. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جمعه 20 خرداد 1401 ارکان پالانی جاف، زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجای شهر کرج، دست به اعتصاب و قضا زد. یک منبع مطلع در این خصوص به هرانا گفت اعتصاب و قضای آقای ارکانی جاف در پی خلف وعده مسئولان دادسرای اوین مبنی بر آزادی مشروط به اعزام به مرخصی این زندانی و همچنین عدم رسیدگی پزشکی به بیماری پروستات وی صورت گرفته است. مسئولین دادسرای اوین تاکنون 3 بار از این زندانی سنی مذهب خواستند که نامه آزادی مشروط خود را بنویسد و هر بار به دلایلی با آزادی وی مخالفت کردند. ارکان پالانی جاف بیشتر نیز در اعتراض به مخالفت چندین باره با اعزام به مرخصی اعتصاب قضا کرده و توسط ماموران زندان در سلول انفرادی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. آقای پالانی بیشتر در آقای فروتن تایممون داره میره، ممنون میشم اگر باشه یه خوردی اخبار زیاده طولانی هم هست، من اگه وقت دارم یه دقیقه این اخبار بخونم. بله در حد همون 1-2 دقیقه جمع برنامه بکنید. ببخشید. متشکرم. آقای پالانی بیشتر در بخشی از یادداشتی که به دست هرانا رسیده بود با اشاره به اینکه بیش از 4 سال از محکومیت خود را گذرانده و بارها با درخواست اعزام به مرخصی وی مخالفت شده گفته بود که خانواده او چندین بار بابت مشکلات پزشکی او پزشکی و درخواست مرخصی و همچنین رسیدگی به پرونده به دادسرای اوین و مسئولان مراجعه کرده و بارها بی احترامی و تمسخر روبرو شده بود و پاسخی به آنها داده نشده است. این خبر نقض ماده 18 حق آزادی عقیده و ماده 5 شکنجه ممنوع می باشد. من خبر آینا سری یه خورده زیاده، اگه بخوام بخونم هنوز بقولن خبرها، یعنی چون از بقولن بخش دیگر ادیانم خبر داشتم ولی چون وقت نداریم من دیگه همینجا تمامش میکنم و از تو ممنونم که این وقت در اختیار من گذاشتید. ممنونم آقای فروتن. بله خب مسلمت خبر بسیاره و اگه بخوایم همه رو بخونیم خیلی زمان میبره و در واقع این بخش برای اینه که خلاصه ای از در واقع نقضایی که اتفاق افتاده توی ماه گذشته رو عنوان میکنیم و حالا مواد اعلامیه‌ای که نقض شده اونا رو بگیم، با اونا آشنا بشیم. در واقع این بخش برای همینه، وگرنه خب همه هم میدونیم اخبار نقض انقدر زیاده که همه اخبار رو بخوام بگیم شاید یه چند ساعت وقت میخواد، اصلا تو این جلسه امکانش نیست. ممنونم از شما، از دوستان، همکاران گرامی. اگر در رابطه با گزارش ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشید. خب ممنونم، متشکرم. از سخنران بعدیم دعوت میکنم. سخنران بعدی ما سرکار خانم شهناز کریمزاده با بررسی هدف 7 از سند 20 یونسکو و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. خانم کریمزاده بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله سلام خدمت همکاران عزیز و شنوندگان محترم. در ابتدا میپردازیم به سند 23 یونسکو و ترس مقامات جمهوری اسلامی ایران. سندی که رهبر ایران آقای خامنه ای اولین نفری بود که به این موضوع اعلام موضع کرد. وی در دیدار با معلمان گفتش اینجا مبنا اسلام است، مبنا قرآن است، اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب ویرانگر فاسد غربی بتونه در اینجا اینجور اعمال نفوذ کنه و این گونه سنت ها رو مخالف تاریخ و فرهنگ برخی
کشورها از جمله ایران دانست. همچنین در مورد الزام آور بودن یا نبودن اون گفت که یکی از کارهای استادان هستش. سند 23 باید تبیین بشه. این جزی از یک سند بالادستی های سازمان ملل هستش. سند توسعه پایدار دست های پشت سازمان ملل هستند که دارن برای همه چیز ملل دنیا منظومه فکری تنظیم می کنن. این غلط و معیوب هستش. اینها چه حقی دارن که درباره سنت کشورها اظهار نظر کنن؟ همش همه باید هستش. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بهرام قاسمی در تاریخ 27 اردیبهشت 1396 اظهار داشت که موضع اصولی و تغییرناپذیر ایران اجرا نکردن قسمت‌هایی از سند 23 هستش که با قوانین و باورهای دینی و اولویت‌های ملی و ارزش‌های اخلاقی جامعه ایران در تناقض هستش. در 10 خرداد 1396 وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای به شرح زیر انتشار داد. چارچوب اقدام آموزش 23 صرفاً یک بیانیه هستش و در زمره پیمان‌نامه‌ها نمی‌گنجد و الزام‌آور نیست و کشورها مطابق با ساختار ملی خود می‌تونن اون را اجرا کنن. ضمناً این بیانیه توسط هیچ کشوری امضا نشده. علی‌رغم الزام‌آور نبودن سند، چارچوب اقدام آموزش 23 جمهوری اسلامی ایران باز هم نسبت به اون اعلام تفحص رسمی و مکتوب کرده و دامنه شمول مفاد پذیرفته شده رو محدود و مشروط کرده. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در 17 خرداد 1396 گفته که سند 23 غیر قانونی هستش و مجلس ایران اون رو تصویب نکرده. در نخستین ماهای شروع به کار ابراهیم رئیس سادات، او این سند رو لغو کرد و از ادامه اجرای اون جلوگیری کردش. اما خلاصه از سند 23 یونسکو که سران جمهوری اسلامی ایران از اون ترس داشتن. مجموعی از اهداف هستند که به آینده مربوط میشن رؤسای دولت‌ها، نمایندگان بلندپایه نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و جامعه مدنی در سپتامبر 2015 گرد هم اومدن و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستور کار توسعه پایه 23 رو تصویب کردن. این دستور کار که جایگزین اهداف توسعه هزاره شد، شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژه است که نقشه راه جامعه بین المللی را در زمینه توسعه پایا برای 15 سال آینده ترسیم می‌کند. به گفته بانکیمون، دبیر کل سازمان ملل متحد، این دستور کار وعده‌هایی است که توسط رهبران کشورها به مردم سراسر جهان داده شده که این سند دستور کاری برای مردم، پایان بخشیدن به فقر در همه اشکال اون و برای کره زمین خانه مشترک ماست. اهداف این دستور کار باید از اول ژانویه 2016 در کشورها عملیاتی بشه و راهنمای تصمیمات ما برای 15 سال آینده قرار بگیره. همه ما باید برای اجرای این دستور کار با توجه به ظرفیت‌ها و واقعیت‌های ملی و سطوح توسعه در کشورهای خود و احترام به سیاست ها و اولویت های ملی منطقه‌ای و جهانی کار کنیم. این اهداف توسط سازمان ملل تعریف شدن و به عنوان اهداف جهانی برای توسعه پایا تعریف شدن. این دستور کار بر اصول کرامت و حقوق بشر، عدالت اجتماعی، صلح شمول اجتماعی و حفاظت و تنوع قومی و فرهنگی و زبانی و نیز به مسئولیت مشترک و پاسخگویی استوار هستش. رهبران مردم و مردم جهان بر آن هستند که تا سال 2030 به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و غیره پایان بدن و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردم سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه‌ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی و نظایر اینها حرکت بکنند. هدف 7 حالا چیه؟ انرژی ارزان و تجدیدپذیر،
دسترسی به منابع انرژی ارزان، مطمئن، پایا و مدرن برای همه فراهم بشه. هدف سالیانه ببخشید مصرف سالیانه انرژی در جهان 3% هستش. با این حساب مصرف جهانی انرژی روز به روز بیشتر میشه و در صورت افزایش بیشتر جمعیت این میزان باز هم افزایش پیدا میکنه. روش های فعلی تولید انرژی در جهان عمدتاً استفاده از سوخت های فسیلی هستش. مصرف این انرژی باعث آلودگی محیط زیست شده به نحوی که با محاسبات انجام شده شاید در سال 2050 کره زمین نتونه جای مناسبی برای زندگی همه افراد بشر باشه و نصف این جمعیت چیزی برای خوردن و تنفس نداشته باشن. سوخت‌های فسیلی گذشته از ایجاد آلودگی محیط زیست قابل جایگزین نیستن و روزی به پایان خواهند رسید. بشر برای نجات خودش مجبور به سمت روش‌های به جز استفاده از سوخت‌های فسیلی بره. مناسب ترین روش استفاده از نیروگاه‌های با واکنش‌های خورشیدی هستش. انرژی تجدیدپذیر نیازمند تغییر در دیدگاه کلان در حاکمیت هستش. ایران بیش از 70 ساله که اقتصادی وابسته به نفت داره، درگیر بیماری‌های نظیر بیماری هلندی و رانت و بهره‌وری پایین بوده. به همین دلیل نیز به رقبا و دشمنان فرصت تحریم رو داده، در حالی که کشور ظرفیت‌های بیشماری برای رهایی از این وضعیت داره. از جمله ظرفیت‌های بی‌نظیر ایران می‌توان به موقعیت ممتاز از نظر ژئوپلیتیک، تجربه همزمان 4 فصل در جغرافیای خود، معادن و منابع فراوان و دسترسی به منابع انرژی تجدیدپذیر در تمام طول سال اشاره کرد. اما به دلیل رویکرد مصرف‌گرایی در اقتصاد نفتی کشور این منابع نادیده گرفته شدند. با وجود اینکه کشور ما برای تولید انرژی‌های تجدیدپذیر پتانسیل‌های زیادی داره و به عنوان مثال تقریباً در سال حدود 300 روز آفتابی داریم، چرا سرمایه گذاری به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر که پایدار، پاک و ارزان هستن نرفته یا کم رفته؟ تعداد روزهای آفتابی و شدت تابش در مقایسه با کشور آلمان تقریباً 2 برابره و کشور ما وضعیت خوبی داره. به جز این ما در حوزه انرژی‌های بادی، انرژی زمین‌گرمایی، استحصال انرژی از منابع کلان زیست‌توده یا زباله‌ها و زایدات شهری و کشاورزی و دامی همه پتانسیل‌های قابل توجهی داریم. در کنار اینکه از نظر انرژی فسیلی یعنی نفت و گاز هم وضعیت خوبی داریم، اما مدت هاست کشورهای مختلف به سمت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر رفتن. در کشور ما هم مدتی به انرژی بادی و خورشیدی توجه میشه. در این مورد اگر ما فقط با مسائل فنی استحصال انرژی از منابع تجدیدپذیر مواجه بودیم مشکلی نبود، چون کل یک نیروگاه خورشیدی 3 تا سیستم خاص لازم داره: پنل خورشیدی، استرکچر و اینورتور که برق تولیدی رو به برق خانگی تبدیل کنه. تهیه این سیستم ها بسیار راحت است، اما مشکل ما در بخش کلان مدیریت تصمیم گیری برای انرژی کشور درک و دیدگاه مسئولین هستش. یعنی هنوز بسیاری از مسئولان ما معتقدند که چون ما انرژی فسیلی داریم و ساختارهاش هم از قبل موجود هستش، پس فعلا نیازی به استفاده از انرژی تجدید شونده پاک نداریم. آیا این دیدگاه با توجه به جهان امروز و افزایش گرمایش زمین و آلودگی هوا و محیط زیست درست هست؟ از نظر حفظ محیط زیست که کاملا مشخص هستش، استفاده از تجدیدپذیرها یکی از مهمترین راهکارها برای داشتن آب و هوای و خاک سالم هستش. اما هنوز این نگاه به تجدیدپذیرها از سوی مسئولین پذیرفته نشده. اغلب مسئولی این نگاه خاصی را که مزیت‌های فراوانی داره به آینده انرژی‌های تجدیدپذیر ندارن. یک نمونه از این آینده نگری رو در کشور آلمان مثال می‌زنم که تابش خورشید کمی داره، اما 50,000 مگاوات از طریق نیروگاه‌های خورشیدی به دست میاره. این کشورها اومدن نیروگاه‌های روزتابشون رو در سقف ساختمان‌ها استفاده کردن. یعنی چون روزهای خورشیدی کمی دارن از مکانهای بلا استفاده خیلی خوب استفاده کردن. ما نیازمند نگاه درست کلان دولت در مورد تجدید نظرها هستیم تا این اتفاق و تغییر نیفته. امکان رشد و توسعه در این زمینه وجود نداره.
اخبار اعلام شده مغایرت داره با اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 12، پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینهای تغذیه، مسکن و کار و بهداشت و تأمین بیمه. اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مسئول هستش مگر در مواردی که قانون تجویز کنه. اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بند 2 تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی بشه و نه دولت رو به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در بیاره. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشدش صورت بگیره. و همچنین ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق امنیت اجتماعی. هر کس به عنوان عضوی از جامعه حق داره از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خیش به دست بیاره. که متاسفانه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کدوم از این اصلها و ماده های حقوق بشر پایبند نیستن. ممنون که منو شنیدید. ممنونم از شما خانم کریمزاده. در رابطه با سند 20 که فرمودید، البته خب شما اشاره کردیدش، در واقع سیاست های جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت کلان نبوده، همیشه فکر همون روز، فکر همون ماه و فکر همون لحظه بودن، هیچ وقت بلند مدت فکر نمی کردن. در رابطه با انرژی پاک هم خب دقیقا به همین صورته. این کار نیاز در واقع به یه زیرساخت خیلی قوی داره که خب هزینه های خیلی زیادی داره و بودجه خیلی زیادی می طلبه و در واقع یه سرمایه گذاری بلند مدت می خواد. خب سود خیلی زیادی داره ولی سرمایه گذاری دقیقا بلند مدت می خواد و شاید سود دهیش چه می‌دونم 10 سال دیگه، 20 سال دیگه یا بیشتر حتی آدم میتونه به اون سودهی برسه. ولی خب جمهوری اسلامی هیچ وقت اینجوری فکر نمی‌کنه. براش خیلی راحت‌تره که همون نفت رو استخراج کنه و بفروشه و همون لحظه پول در بیاره و همون لحظه اون پول خرج بکنه. براش اصلا مهم نیست که محیط زیست از بین میره یا آلودگی پیش میاد و بقیه مسائل زیست بود. متشکرم از شما دوستان و همکاران گرامی. اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید، خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب ممنونم از شما. سراغ سخنران بعدی میریم. سخنران بعدی ما جناب آقای داوود لطفی با موضوع بردهداری در عصر قدیم و جدید. آقای لطفی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. بله، سپاسگزارم. از ادب و احترام مجدد دارم خدمت همه همکاران و شنوندگان و بینندگان عزیزی که ما را از طریق رسانه‌های کانون و یوتیوب دنبال میکنه. برده‌داری در کلمه به معنی بندگی بودن اختیاری یا غیر در دست شخص دیگه است. نظام برده‌داری در مرحله متلاشی شدن کمون اولیه یا همون زندگی اشتراکی و بر پایه ازدیاد عدم تساوی اقتصادی که خودش ثمره پیدایش مالکیت فردی بود شکل گرفت که در نتیجه اونها دولت‌ها برای نخستین بار در دوران بردگی پدیدار شدند. برده‌داری نخست در مصر باستان، بابل، آشور، چین، هندوستان شکل گرفت ولی در یونان و روم باستان به شکل کلاسیک خودش تکامل پیدا کرد. به لحاظ طبقاتی این جوامع اقتصادی اجتماعی دارای دو تا طبقه اصلی بردگان و بردهداران بودند. یه طبقه میانی وجود داشت که مال خرد و مارگان و پیشوران و یک سری افراد بودند که بدون طبقه بودند که اینها شامل مالکین کوچک و ورشکسته ولی غیر برده بودند.
در اون دوره برده به عنوان شی قابل خرید و فروش بود و بردهدار صاحب جان برده، صاحب جون برده نیز بود. بردهداران قشرهای مختلف جامعه نظیر مالکان بزرگ زمین، صاحبان کارگاه‌ها و سوداگران بودند. بر اثر تشدید تضادهای طبقاتی، درگیری‌هایی در بین این طبقات به وجود اومد که قیام‌های بزرگ بردگان نمونه اونه و بر این اساس بردهداری متزلزل شد. به جای دوران بردهداری، صورتبندی اجتماعی اقتصادی دیگری که اون هم بر پایه استعمار استثمار بود با نام دوران فئودالیسم مستقر شد که به نوعه خودش و به نسبت دوران قبل مترقی تر بود. اگرچه این صورتبندی اجتماعی اقتصادی بردگی به مثابه یک مرحله تاریخی تکامل اجتماعی از بین رفت، ولی وجود برده به شکل‌های مختلف در دوران فئودالیسم حتی تا به امروز هم باقی مونده. برده‌داری به 4 قسم مشاهده شد. میشد. یک، برده به عنوان دارایی. این نوع برده‌داری فرم اصلی برده‌داری بوده که بردگان به عنوان دارایی مالکانشون تلقی و خرید و فروش می‌شدند. نوع دوم، برده برای بیگاری کشیدن بوده. در این نوع برده‌داری فردی نیروی کارش رو به رایگان در برابر یک بدهی عرضه می‌کرد. مدت زمان این نوع برده‌داری نامشخص بود و حتی کودکان به دلیل بدهی والدینشون به بردگی گرفته می‌شدند. این نوع برده‌داری امروزه رایج‌ترین شکل برده‌داری نوینه. نوع سومش برده به عنوان نیروی کار اجباری بود. این نوع از برده‌داری زمانی رخ می‌داد که فرد مجبور بود علی‌رغم میلش تحت خشونت یا مجازات ارباب خودش و با محدود شدن آزادی‌های شخصیش به کار بپردازه. و نوع چهارم، ازدواج اجباری. این نوع برده‌داری زمانی رخ می‌داده که یک یا هر دو طرف مجبور به ازدواج علی‌رغم میل خودشون می‌شدن. این شکل از برده‌داری هنوز در جنوب شرقی آسیا، آفریقا و البته خاورمیانه قابل مشاهده است. در بسیاری از انواع بردهداری، به خصوص در بردهداری نوع اول، سوء استفاده جنسی از بردگان به اشکال گوناگون رایج بوده. در ادیان مختلف بردهداری اشاره هایی شده. مهرسترین اون در کتاب مسلمانان در سوره نساء 24 به وضوح اعلام شده که بر طبق این آیه در جنگ با کفار مسلمانان حق و اجازه اون را از خداشون دارند که زنان کفار را به اسارت و کنیزی بگیرند. محمد پیامبر اسلام نیز با عمل به این آیه در جنگ ها و غزواتش زنانی رو به کنیزی و همسری در اختیار می گرفتش. این آداب و رسوم تبدیل به یک سنت حسنه شد و امروز تحت عنوان شرعی به اون عمل می کنن. نمونه های امروزی اون رو در حکومت های طالبان و ایران و بعضی کشورهای عربی و گروه تندرو داعش که وای اسلام رو به سینه می زنن می بینیم. اما بردهداری در جهان اسلام در ابتدا بازمانده نهاد بردهداری در عربستان پیش از اسلام بوده و پس از اون عرف بردهداری بسته به عوامل اجتماعی و سیاسی مختلف مانند تجارت عربی برده به شکل‌های بسیار متفاوتی متحول شده. در این چارچوب هر فرد غیر مسلمان رو میشد به بردگی گرفت. رضایت برده برای برقراری رابطه جنسی یا به ازدواج کسی در آمدن لازم نبوده و اهمیتی هم نداشته. ادبیات مسلمانان و اسناد تاریخی قرون وسطا نشون میده که در بازار برده فروشی میان زنان برده‌ای که عمدتاً برای مقاصد جنسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند و اونهایی که بیشتر برای انجام امور منزل به کار گرفته می‌شدند تمایز وجود داشته. در اوایل تاریخ اسلام بردگان در مزارع کشاورزی به کارگری گرفته می‌شدند و شرایطی شبیه به بردگان آمریکایی داشتند. اما برخورد خشن و ظالمانه اربابان منجر به قیام ویرانگر بردگان شد و پس از مدتی این رسم از میان رفت. بردگان به طور گسترده در آبیاری زمین‌ها، معادنکاری و پرورش حیوانات به کار گرفته می شدن، اما بیش از همه از اونها به عنوان سرباز، نگهبان، کارگر منزل و همخوابه استفاده می شده. پژوهشگران تخمین حدودی زدند که تعداد فقط یک گروه از بردگان، یعنی بردگان سیاه‌پوست در 12 کشور جهان اسلام چیزی بین 12 تا 15 میلیون نفر بوده. از طرفی آزادسازی بردگان مسلمان به عنوان کفاره گناهان در اسلام تشویق شده بوده. تجارت عربی برده بیش از همه در غرب آسیا شامل آفریقا و جنوب شرقی آفریقا رواج داشته. عثمانی ها در تجارت برده از منابع انسانی شرق و مرکز اروپا و قفقاز استفاده می کردن. در اوایل قرن بیستم پس از جنگ جهانی اول مقامات دولتی به تجدید دست
به سرکوب و غیرقانونی کردن بردهداری در سرزمین‌های مسلمان زدند که دلیل عمده آن فشارهای وارده از جانب کشورهایی مثل بریتانیا و فرانسه بود. در امپراتوری عثمانی بردهداری در سال 1924 لغو شد، یعنی هنگامی که قانون اساسی حرمسرای پادشاهی رو منحل و آخرین همخوابگان و خواجگان را شهروندان آزاد اعلام کرد. بردهداری در ایران در سال 1929 لغو شد. موریتانی آخرین کشوری بوده که بردهداری رو در سال 1905، سپس در سال 1981 و نهایتاً در سال 2007 بردهداری رو لغو کرد. عمان بردهداری در سال 1970 برچید و عربستان و یمن در سال 1962 و تحت فشار بریتانیا دست به لغو بردهداری زدند. با وجود این بردهداری با استناد به اسلام در حال حاضر در برخی کشورهای عمدتاً مسلمان نشین در منطقه ساحل دریا ثبت شده و در برخی مناطق تحت کنترل گروه‌های شورشی اسلامگرا انجام میشه که در بالا اشاره کردیم بهش. در ایران باستان و در آغاز دوره هخامنشی نهاد بردهداری هنوز به طور کامل رشد نکرده بود. در میان مادها رسمی بود که به موجب اون مردی تهی‌دست میتونست در برابر دریافت غذای روزانه‌اش خودش رو در اختیار مردی ثروتمند بذاره. چنین شخصی وضع بردگان رو داشت، اما چنانچه اربابش به اون کم غذا میداد، اون هر زمانی میتونست اربابش رو ترک کنه. پارسی ها به هنگام تشکیل دولتشون در نیمه اول قرن ششم قبل از میلاد فقط چنین بردگی ساده‌ای رو میشناختن و کاربرد اونها از لحاظ اقتصادی برایشون مهم نبود. برای مثال در کتیبه بیستون داریوش اول ساتراپ ها، فرمانداران کل، استانداران و عمرای خودش رو بندک های خودش میخوند. همچنین داریوش اول گاداتس یه جوانی بوده که پادشاه بابل اون رو میگیره و اون رو خواجه میکنه و اون کینه به دل میگیره و این همراه داریوش در جنگ بابل با داریوش میره و اون رو میکشه، که داریوش این جوان رو میذاره حاکم شهری به نام دیونید و موقعیت فعلیش میشه حدوداً شهرستان دسفول. این شخص رو تو اون زمان پادشاه برده خودش نامیده بوده. درست مثلا بسیاری از کشورهای شرق باستان تمام اتباعی پادشاه حتی عالی‌ترین مقام‌ها و صاحب منصبان بندگان شاه شمرده می شدن. از این رو در اسناد یونانی نوشته شده که جز پادشاهان تمامی مردم ایران جماعت بندگان بودند. یکی از اصطلاحات فارسی باستان برای برده گرده به معنای برده خانگی بوده. این اصطلاح در مکتوبات آرامی آرشام ساتراپ مصر در قرن پنجم پیش از میلاد و در متون بابلی دوره هخامنشی به صورت گرده و در اسناد ایلامی که از تخت جمشید به دست اومده به صورت کرتش اومده. این افراد کارگران اعضای خانواده شاهی و خانواده نجیبان پارسی در ایران و بابل و مصر بودند. در گذر زمان معنی کلمه کرتش گسترش و به مفهوم کارگر به کار گرفته شد، لغتی که تا به امروز هم باقی مونده. با قضاوت از روی اسناد بابلی و پاپیروس های آرامی دوره هخامنشی میشه گفتش که بردگان اگر به خدمت اربابان ادامه میدادن، ارباب غذا و لباس اون رو تا زمانی که زنده بود تامین میکرد و گاهی نیز اونها رو آزاد میشدن، اونها رو آزاد میکرده. در دوره ساسانی واژه وردک به معنای برده یا اسیر اولین بار در کتیبه های ساسانی قرن سوم به کار رفته. به طور کلی در دوره های مختلف ایران برده ها رعایای پادشاهان بودن، یا خادمان اونها یا خادمان معابدشون که بعضن از حقوق شهروندی کاملی هم برخوردار بودن. در قانون برای اونهایی که بردگان رو مورد آزار و اذیت قرار میدادن قوانین سختگیرانه‌ای اومده بوده. به طور مشخص بردگان در ایران نسبت به سایر نقاط جهان وضع بهتری داشتن و نظام بردهداری همواره با قوانین مشخصی همراه بوده. علارغم اینکه بسیاری از مردم سراسر دنیا فکر میکنن که بردهداری و بردگی مربوط به زمانهای قدیمه، یه سوال پیش میاد که آیا در عصر جدید بردهداری نیست و به طور کلی از بین رفته؟ متاسفانه باید باور کنیم در دنیای امروز ما بیش از 40 میلیون برده مدرن وجود داره. هرچند در دنیای مدرن امروزی بردهداری
به طور رسمی ممنوع شده، اما با نگاهی به پیرامون خودمون در میابیم که چنین که اگرچه به عنوان بردگی شناخته نمیشه، ولی انسانهای بسیاری از روی ناچاری مجبور به بندگی کردن برای سایر افراد هستند. بردگان مدرن افرادی هستند که به دنبال تهدید، خشونت و نیرنگ نمیتونن برخی کارها رو رد کنن یا به طور کلی دست از کار بکشن. اونها همچنین به دلیل استثماری که قربانی های اون هستن، امکان تصمیم گیری در مورد بدن خودشون هم ندارن. بردهداری مدرن در تایلند، در بخش ماهیگیری، در کره شمالی، در معادن زغالسنگ، در ساحل آج، در تولید کاکائو، در برزیل، در بخش چوپانیش، حتی در منازل برخی دیپلمات‌ها در استرالیا، بخش شستشوی ماشین در بریتانیا دیده میشن. البته بردگی در همه کشورهای جهان رایج نیست، اما مردم در بسیاری از نقاط دنیا در چنین وضعیتی قرار دارن. تا جایی که بر اساس شاخص بردگی جهانی GSI، بیش از 40,300,000 نفر از جمعیت جهان به عنوان برده‌های مدرن در خدمت دولت یا دیگر مردم سرزمین خودشونن و این آمار در بعضی از کشورها رو به افزایشه. بر اساس این گزارش 71% اونا رو زنان و دختران و کودکان و 29% باقی مونده رو مردان تشکیل میدن. از هر 1,000 نفر در دنیا 5 نفر قربانی بردگی مدرنن. در آفریقا از هر 1,000 نفر 7.6 درصد. در اقیانوسیه 6.1%، در اروپا آسیای میانه 3.9%، در کشورهای عربی از هر 1,000 نفر 3.3 نفر و آمریکای شمالی و جنوبی 1.9 نفر به عنوان برده مدرن زندگی میکنند. از اونجایی که در این جوامع مردم دردمند هنوز هم مانند اموال در اختیار سایرین قرار میگیرند و مالکان اونها هر کاری بخوان با اونها انجام میدن. بردگی دنیای مدرن با دوران قرون وسطا تفاوت چندانی نداره و تنها تفاوت قابل توجه اونها با هم اینه که مالکان امروزی در ازای بیگاری کشیدن از یک فرد به اون هزینه‌ای هرچند ناچیز میدن. سازمان بین‌المللی کار برآورد میکنه حدود 4.5 میلیون قربانی استثمار جنسی وجود داره و بیش از 26% از برده‌های مدرن و کودکان کار تشکیل میدن که برای کسب درآمد به کارهای جان فرسا و حتی خطرناک میپردازن که متاسفانه این پدیده در ایران در این سالهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده. بیشتر موارد بردگی نوین از دید عموم پنهان نیست. این بردگی توی خونه ها و مزارع خصوصی اتفاق میافته. در ادامه به چند مورد اشاره میکنیم. آمارها نشون میده که در بریتانیا بیش از 10,000 تا 13,000 قربانی بردهداری نوین وجود داره که از کشورهای آلبانی و نیجریه و ویتنام و رومانی قاچاق میشن. گمان میره فقط حدود 3,000 کودک ویتنامی در مزارع‌های شادونه و سالن‌های خدمات ناخن در بریتانیا مشغول به کارن. تایلند سومین صادرکننده بزرگ غذاهای دریایی در جهان که متهم به داشتن کشتی‌های ماهیگیری که مردانی در اون به عنوان برده وادار به کار میشن. این مردان از برمه و کامبوج خرید و فروش میشن. مقامات این کشور البته در تلاش برای مبارزه با قاچاق انسان فعالیت‌هایی داشتن. در کره شمالی آمارها حاکی از اونه که از هر 1,000 نفر جمعیت این کشور 104 نفر جزء بردگان مدرن به حساب میاد که برای دولت و دیگر مردم مشغول به کارن. سازمان ملل متحد بردگی مدرن رو یکی از جرایم کره شمالی علیه بشریت به شمار میاره، زیرا اغلب بردگان این کشور رو کودکان کار تشکیل میدن. اریتره با نام رسمی جمهوری اریتره، کشوری و کرانه دریای سرخ در شمال شرقی آفریقا نزدیک به تنگه باب‌المندب که در سال 93 با جدا شدن از اتیوپی مستقل شد. در این کشور به ازای هر 1,000 نفر 93 نفر در وضعیت بردگی هستند. اکثر برده‌های مدرن اهل اریتره تحت سلطه دولت به سربازی در نقاط مختلف کشور مشغول به کار هستند و در ازای کار خودشون هم مبلغ ناچیزی رو می‌گیرن. بروندی کشوری در شرق قاره آفریقا از نظر عمومیت بردگی در سومین جایگاه جهان واقع شده، به طوری که از هر 1,000 نفر جمعیت در اون 40 نفر به کار اجباری مشغولن. ساکنان بروندی نیز مانند مردم کره شمالی و اریتره از دولت ناپایدار و کیفیت پایین زندگی رنج می‌برن و به همین دلیل بسیاری از کودکان به جای رفتن به مدرسه چاره‌ای جز انجام کارهای سخت و طاقت فرسا ندارن. جمهوری آفریقای مرکزی
قاچاق انسان به یک سنت در میان مقامات رسمی تبدیل شده و بسیاری از قربانیان این سنت غلط کودکانی هستند که با اجبار به عنوان سرباز به خدمت این افراد در میان. اگرچه رئیس جمهور این کشور اقداماتی برای ممنوعیت سرباز شدن کودکان انجام داده، ولی بسیاری از منتقدان بر این باورند که تلاش‌های اون کارآمد نبوده و در واقع خود رئیس جمهور نیز مخالفت زیادی با این کار نداره. نرخ بیسوادی در جمهوری آفریقای مرکزی بسیار بالاست. مهمترین دلیلش هم به کار گرفتن زود هنگام کودکانشه. هند بیشترین شمار برده ها را داره. با این همه به عنوان کشوری که پیشرفت‌های چشمگیر در مبارزه با این پدیده داشته میشه از اون نام برد. طبق آمار آسیا و اقیانوسیه به تنهایی 2/3 بردگان را در خودش جای میده. هند در مقام نخست با بیش از 18 میلیون نفر. کره شمالی صاحب سریع‌ترین شاخص شیوع و بیشترین آمار درصدی و بدترین اقدام دولتیه. در کنار کره شمالی، ایران، اریتره، هنگ کنگ، پاپوا، گینه نو، سودان جنوبی سهل‌انگارترین قوانین رو در قبال این چالش دارن. به این معنی که واکنش دولت‌ها و قانونگذاران به این موزل در پایین‌ترین سطح در مقایسه با کشورهای جهانه. دولت‌های کامل‌ترین اقدامات رو برای مبارزه با این پدیده انجام دادن هلند، آمریکا، بریتانیا، سوئد، استرالیا، پرتغال و کرواسی هستند. 124 کشور جهان به پروتکل سازمان ملل برای مبارزه با قاچاق انسان و برده‌داری پیوستن. از این میون 96 کشورش به اقداماتی در سطح ملی دست دادن. به گفته بنیاد وکفری همچنان اقدامات گسترده‌تر و بیشتری برای مبارزه با این دو پدیده لازمه. سازمان ملل متحد تخمین میزنه سود سالیانه قاچاق انسان در جهان بالغ بر 150 میلیارد دلاره. بنیاد وردجن میگه بردهداری معاصر و قاچاق انسان وابسته به یکدیگرن. ایران در سال 83 قانون مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد که حمل مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته به قصد آنچه فحشا، برداشت اعضا و جواره، بردگی و ازدواج عنوان شده مجازات داره. اما اونچه روشنه وضعیت انسان ایران در مورد مقابله با قاچاق انسان همواره با انتقادهای روبرو بوده. سال گذشته وزارت خارجه آمریکا بار دیگه ایران رو در کنار عربستان، سودان، کره شمالی، کمور، لیبی در فهرست سیاه قاچاق انسان در جهان قرار داده. فقر و گیر کردن در تله فقر میتونه به افتادن فرد در دام بردهداری مدرن منجر بشه، زیرا شرایط بد خودش به شرایط بد دیگری ختم میشه و در این میان بردهداری مدرن چاه عمیقیه که پس از چاله تله فقر به وجود میاد. متاسفانه حال و روزهای مردم ایران به دلیل زیاد شدن فقر و مشکلات شدید اقتصادی که مسبب اصلی این بیکفایتی مردم حاکمانش است بسیار وخیم شده و بدتر هم میشه. همین هم باعث شده دختران ایرانی به کشورهای مانند دبی به عنوان برده جنسی برند، چه خواسته چه ناخواسته. امروز در ایران مردان هم به دلیل فقر حاضر به تنفروشی شدند. کودکان کار روز به روز بر تعدادشون افزوده میشه. متاسفانه سازمان‌ها کشورهایی که دایره حقوق بشری رو گدک میکشن هیچ نظارتی بر این موارد نقض در ایران نمی‌کنند. مطالب زیادی میشه در مورد بردهداری عنوان کرد، ولی وقت خیلی اندکه و نیاز به زمان بیشتری هستش. امیدوارم روزی برسه که هیچ انسانی برده نباشه و به صورت آزاد در کل این عالم هستی بتونن زندگی کنن پر از محبت و عشق. ممنون از وقتی که در اختیار من قرار دادید و به عرض بنده گوش دادید. سپاسگزارم آقای لطفی برای انتخاب این موضوع بسیار خوب و در واقع به جا. دیروز ما توی جلسه کمیته اقوام بحث آزادمون هم در رابطه با همین بردهداری بود و کلی واقعا مباحث خیلی زیادی گفته شد توی بحث آزادمون. و خب اون ذهنیتی که آدم توی ذهنشه در رابطه با بردهداری، خب شاید مثلا اسم بردهداری توی این عصر وقتی میاریم واقعا یه حرف خنده‌دار باشه، چون آدم ذهنش میره سمت اون برده‌های 1000 سال پیش و حالا به اون شکل و توی مزارع نگهداری می‌شدن و کارگری می‌کردن اینا. ولی خب الان شکل و شمایلش تغییر کرده و یه جور دیگه شده. یه جور دیگه دارن از مردم به عنوان برده استفاده می‌کنن. توی ایران خب به خاطر مشکلات فقری که وجود داره خیلیا با اینکه می‌دونن حق و حقوقشون داره ضایع میشه، با اینکه می‌دونن
نقش یه برده رو دارن ایفا میکنن، ولی خب مجبورن به این کار تن بدن متاسفانه، به خاطر اون فقری که وجود داره، به خاطر امرار معاش، به خاطر زندگی، به خاطر دروردن فقط یه لقمه نون. ولی خب متاسفانه حداقل جمهوری اسلامی باید یه کاری انجام میداد، ولی خب هیچ کاری که انجام نداده، هیچ، تازه به مراتب یه در واقع یه کاری کرده که این مسائل باشه توی کشور، یعنی این مشکلات باشه توی کشور تا مردم ذهنشون درگیر مسائل دیگه باشه و اصلا به فکر سیاست، به فکر چه میدونم مثلا احقاق حق، به فکر مطالبه‌گری، به فکر این چیزا نباشن. مردم همیشه گرفتار نون شبشون باشن، همیشه گرفتار مشکلات زندگی باشن و نتونن به چیزای دیگه فکر بکنن. متاسفیم واقعا برای این عصری که داریم توی زندگی میکنیم، با وجود این همه پیشرفت، این همه تکنولوژی، این همه قوانین حقوق بشری، ولی متاسفانه میبینیم داره تو تمام دنیا حقوق بشر نقض میشه و خیلی از کشورهایی که واقعا مدافع حقوق بشرن و ادعای دفاع از حقوق بشر دارن ساکتن و هیچی نمیگن، اونم فقط به خاطر منافع خودشون. از دوستان همکاران گرامی اگر در رابطه با صحبت‌های جناب آقای لطفی نقطه نظر دیدگاهی دارید، خیلی خوشحال میشیم که شنوا باشیم و توی بحثمون شرکت بکنیم. خب ممنونم از شما. سراغ سخنران بعدیمون میریم. سخنران بعدی ما سرکار خانم سمانه بیرجندی با موضوع تقیه در فرهنگ شیعی. خانم بیرجندی بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سپاسگزارم جناب آقای ناصری. عرض سلام و درود دارم خدمت همه همکاران عزیز. خب در واقع گفته میشه که تقیه از عوامل ماندگاری تشیع در طول تاریخ هستش و واژه اسلامیه که به مسلمانان اجازه شرعی میده تا در تنگناها باور خودشون رو کتمان کنن و درباره اون سکوت کنن یا حتی دروغ بگن. به این ترتیب در شرایط اضطرار و آزار مؤمنان مجازن ریا پیشه کنند و دروغ بگن. به رسمیت شناخته شدن تقیه در دین رسمی کشورم پشتوانه عادی سازی ریاکاری فردی، اجتماعی و گسترش دروغ و آنچه با عنوان زرنگی منفی یاد می کند می باشد. اما این اصل مایه ترویج چه نوع اخلاقی در جامعه شیعه است؟ چند سالی هست که گلایه از گسترش دروغ در ایران به یکی از مضامین اصلی گفتگوها تبدیل شده و بازتاب این نگرانی ها در صحبت های مردم کوچه و بازار و حرف های ایرانیان در خارج پس از بازگشت از کشور در مقالات و نظراتی که به مناسبت های مختلف انتشار نیابد و یا حتی در سریال های تلویزیونی در خود ایران هم می تواندید. در این مورد کمتر اختلاف نظر وجود داره، اما چرا دروغ و ریاکاری و تظاهر تا این اندازه در ایران رواج یافته که توضیحاتش متفاوته؟ گاه به اصطلاح حکومت دینی برای توضیح این پدیده اشاره میشه و گاهی هم گفته میشه که برای یافتن اون باید فراتر از حکومت دینی یا ساختار سیاسی رفت. متخصصان و روانشناسان اجتماعی ریاکاری اخلاقی رو به عنوان به انواعی همچون فریبکاری اخلاقی، کاربرد موازین اخلاقی دوگانه و ضعف اخلاقی تقسیم می کنند. در نوع اول افراد یا نهادها به دروغ ادعا می کنند که کارشان انگیزه اخلاقی داشته، در حالی که هدف اصلی از اخلاقی جلوه دادن خود جلب منفعت شخصی بوده. در نوع دوم افراد یا نهادها در ارزیابی سرپیچی خود از اصول اخلاقی موازینی رو به کار میگیرن که با موازین مورد استفاده آنها در ارزیابی سرپیچی دیگران از اصول اخلاقی تفاوت داره. البته نباید از یاد برد که افراد نه تنها به طور عام در ارزیابی دیگران به موازین سختگیرانه تری متوسل میشن، بلکه به طور خاص در ارزیابی کسانی که به گروه اونا تعلق نداره سختگیرترن. در نوع سوم افراد صرفاً به ارزش‌های اخلاقی خود پایبند نمی‌مانند. در این حالت
اونا اغلب میکوشن تا سستی اخلاقشون رو توجیه کنن. برای مثال کسی که با پیروی از خویشاوند سالاری انصاف رو زیر پا گذاشته ادعا میکنه که انگیزه رفتار منصفانش نه جلب منفعت شخصی بلکه نودوستی بوده. برخی دیگر هم ممکنه برای کاهش احساس گناه خود بگن که چون دیگری اونا رو فریب داده چاره جز معامله به مثل نداشته. اما یک در واقع تعبیری هم وجود داره از این قضیه که برخی نظریه پردازان و روانشناسان اجتماعی میگن و اونم تقلید از تقلید ناخودآگاه حالتها و رفتارهای دیگران یا همون انطباق فرد با رفتار اجتماعی که به تعاملات اجتماعی کمک میکنه. بعضی دیگه از صاحب نظران در واقع این رو نوعی جعل اولویت میدونن که فرد از طریق اون در واکنش به رفتارهای اجتماعی تظاهر میکنه که همون اولویت یا خواسته های رایج در جامعه رو داراست، هرچند که در واقع اولویت یا خواسته های دیگری داره. تغییر هم چنین است، زیرا فرد در واکنش به فشارهای سیاسی و یا آزار و اذیت دینی به باور به اعتقادات مذهبی دیگری برای عقاید شخصی خود تظاهر میکنه تا از تنبیهات اجتماعی بپرهیزه و به پاداش های اجتماعی دست پیدا کنه. ریاکاری دینی رو میتوان به انواع ذهنی که احساسات و عقاید و عینی رفتارها میشه تقسیم کرد. در ریاکاری ذهنی منفعل فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به اعتقاد گروه باور نداره و در این نوع ریاکاری فرد به رغم تظاهر به تعلق یک گروه دینی خاص با اعتقادات گروه مخالف و در نهان کافر یا مرتد است. در ریاکاری عینی منفعل فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به موازین رفتاری گروه پایبند نیست و همچنین نوع دیگرش فرد به رغم تظاهر به تعلق به یک گروه دینی خاص به دروغ خود را ملتزم به موازین رفتاری گروه نشون میده و یا رفتارهای ناسازگار با اون موازین رو داره. هدف از ریاکاری پیشینه سازی سود شخصی و کمینه سازی هزینه فردی در شرایط برابر. اگه یک گروه دینی امکان دسترسی به مشوق‌های اجتماعی رو فراهم کنه که به اون آسانی یا ارزانی در جای دیگری وجود ندارد، افراد در تعهدات دینی ذهنی خود تقلب می‌کنند. به عبارت دیگر وقتی منافع اجتماعی تعلق به گروه دینی مسلط از هزینه‌های روانی تعلق بدون عقیده بیشتر باشد، افراد ریاکاری ذهنی را برمی‌گزینند. برای مثال تشکیل هیئت‌های عزاداری، حضور در مراسم سینه‌زنی یا نذری دادن در ماه محرم رو میتونیم سازگارهایی برای کسب و وجهه و یا نیکنامی دانست که افراد از طریق اون میتونن به پاداش‌های اجتماعی خواه مالی یا منزلتی دست پیدا کنن. در ایران هم دو نوع زندگی در کنار هم توأم بر ضد یکدیگر گرم کار هستن، یکی بیرونی اجتماعی در برابر دیگران و ریایی ترسیده و دروغ زده و یکی هم در خلوت خانه یا تنها و با دوستان محرم و جبران رنگ و ریای روز. تغییر فردی و مذهبی بدل به واقعیت اجتماعی و کلی شده. در شرایط برابر یا کاری عینی فعال در گروه های دینی سختگیرتر بیشتر است. معمولا رهبران چنین گروهایی نه تنها از بالا اعضا را به طور عمودی کنترل میکنند، بلکه میکوشند تا از طریق منصوبین غیر روحانی خود اعضا را در پایین هم به طور افقی کنترل کنند. در ایران هیئت‌های مذهبی، مداحان، بسیجیان و ضابطان امر به معروف و نهی از منکر چنین وظیفه‌ای را به عهده دارند و میکوشند تا با نظارت بر آحاد امت و توسل به سازوکار و تنبیه و تشویق گزینشی اونها رو به پایبندی به رفتارهای دینی وادار کنند. اما ریاکاری دینی بی‌هزینه نیست و به ناهمخوانی ادراکی می انجامه.
پیامدش هم عبارت است از تنش روانی حاصل از ناسازگاری عقیده و عمل، زیرا ریاکار احساس میکنه که مجبور به رعایت موازی نیست که به اونها باور نداره. هر فردی برای کاهش تنش دو گزینه داره، یا باقی موندن در گروه دینی و توجیه ناهمخوانی عقیده و عمل و ترک گروه. سه دسته هم گروه ترک میکنن، اونایی که دیگه ارزش ها و هنجارهای گروه رو نمیپذیرن، کسایی که با ارزش ها و هنجارهای گروه موافقن اما احساس میکنن که تجربه دینی اجتماعیشون بر اثر ریاکاری دیگران بی‌ارزش شده و تصور میکنن در صف خرید کالایی ایستادن که میبینن که دیگه خریداران با چانه زنی یا توسل به تقلب و ترفندهای گوناگون میکوشن تا از پرداخت قیمت اعلام شده اون کالا بپرهیزن. در چنین شرایطی به ارزشمندی اون کالا شک میکنن، پس از مدتی ممکنه شک و تردیدشون هم چنان افزایش پیدا کنه که از خرید اون کالا منصرف بشن و یا اون صف رو ترک کنن. ریاکاری دینی نیز چنین است و اعتماد دیگر اعضا به تجربه دینی ارزش شده در آن گروه رو کاهش میده و ریاکاری دیگران هم حاکی از اونه که برخلاف اون چه تظاهر میکنن به ارزشمندی تجربه دینی ارزش شده در اون گروه عقیده ندارن و حاضر به پرداخت هزینه هم نیستن. خود ریاکاران هم ممکنه که گروه ترک کنن و به گروه دیگری بپیوندن که از تضاد عقیده و عملشان بکاهد یا همان پاداش‌های دینی را وعده دهد که در عین حال تعهدات رفتاری کمتری به طلبه. رهبری گروه برای رویارویی با این وضعیت هم سه گزینه داره: یک، هزینه خروج از گروه و گروه افزایش بده تا تغییر دین و ورود به دیگر گروه ها مستلزم فداکاری باشه. به طور مثال میشه به صدور احکام اعدام برای مسلمانان مرتد اشاره کنیم. دومین مورد سازوکارهای بیافرینه که تا تنش حاصل از ناهمخوانی عقیده و عمل ریاکاران کاهش پیدا کنه، مثل توبه کردن، پرداخت صدقه، کفاره برای جبران مافات و گناهپوشی در اسلام. این مورد رو میشه نام برد. و سومین مورد هم سکولاریزیسیون تن بده و ارزش ها باورهای مغایر با باور و رفتار تعداد زیادی از اعضا رو آمدانه تغییر بده. اینجا هم یه نمونه هست، البته مثل یک کلیسایی که در اواخر قرن 19 میبینه که ورق بازی، رقص و تئاتر و اسب سواری و تماشای سیرک که بیشتر ممنون کرده بوده رو باید مجاز اعلام کنه، که اون تنش بین عقیده و عمله بسیاری از اعضایی که از چنین سرگرمی هایی استفاده می کردن کاهش پیدا کنه. روحانیان حاکم بر ایران هم دو گزینه نخست رو برگزیدن و به سکولاریزاسیون جز در مواجه با دستکاری و شهامت مدنی شهروندان هم تن در نمیدن. اما شهامت و درستکاری هم زاده آرمان خواهیه، امری که بسیاری از ایرانیان از اون می گریزن. وقتی دروغ در دین و دولت و جماعتی راه یا هیچ کس از اون در امان نمی مونه، چون دروغ روش زیستن و مثل عصای کوران هم افسار پیشرفتن و هم جانپناه میشه. حالا این دروغ مثل خنجر خشک تابستان، البته اینی که من میخونم بر شما یک متن ادبی هستش، این دروغ مثل خنجر خشک تابستان، مثل ظلم و امید بی حاصل در برابر من ایستاده است. ایستادنی چون کابوس در خیال و شکنجه در روح و علف هرز در قلب، زهری در جام و گلوله‌ای در دهان و فوشی بر پیشانی. بی تردید میتوان سلطه دیرینه بعضی از آموزه‌های فقهی دینی همچون جواز تقیه و توریه را یکی از عوامل اصلی بی‌اعتنایی شمار فراوانی از ایرانیان به حقیقت و تعقیب مصلحت فردی به بهای نفع جمعی دونست.
تغییر بنیاد اخلاق بقاست، نه اخلاق فضیلت یا حقیقت. به طور مثال اگر سقراط از جام شکر را می نوشید و حرفش را فاش می زد و حقیقت را می گوید، در اون مثال سقراط به اخلاق فضیلت پایبنده. اما اگر می گفت که من برای اینکه از مهلک جان به در ببرم، راستی را برای حداقل لحظه کنار بگذارم و تقیه رو که همون دروغ مصلحت آمیز میشه رو پیشه کنم، خودش رو از اخلاق فضیلت دور کرده بود و در اسب اخلاق بقا نزدیک کرده بود. ایراد اصلی هم اینه که به تقیه میشه گرفت، که ما رو تشویق میکنه به اخلاق بقا، به اخلاق صرفا مصلحت. ما میدونیم که مصلحت یک امر فردیه و به تعداد افرادی که وجود داره میشه مصلحت هم وجود داشته باشه و همین افراد هم در موقعیت مختلف مصلحتشون که در اصل مصلحت یک جور سودمندیه متفاوت میشه، حالا چه برسه به اینکه افراد مختلف مسائل گوناگونی دارن. اگه توی جامعه بخوایم صرفاً بر اساس مصلحت بخواد بر اساس مصلحت راه پیدا کنه، اساس جامعه هیچ وقت نمیتونه مبنای پایداری داشته باشه و بر سر حقیقت هم میشه یک سپهر جمعی مشترک ساخت، اما بر سر مصلحت نمیشه به توافق رسید. و همین است که در جامعه ایران افراد در زندگی فردیشون همیشه میتونن حقیقت رو کنار بذارن برای اینکه جان و مال و آبروشون رو که در واقع از دست ندن. اما اینجا من حالا این در واقع موضوعاتی که مطرح کردم برمیگرده به اون رفتارها در واقع اون فرهنگ شیعه، در واقع اون فرهنگ و تقیه‌ای که استفاده میشه ازش. اما در مواردی که بخوایم الان حالا خیلی کوتاه بهش بپردازیم، در سیستم سیاسی یا در حکومت هست که جریان داره. خب همونطور که همه دوستان مستعزه هستین میدونید که در واقع حکومت اسلامی پر از این تقیه هاست و بسیار از این تقیه ها استفاده کرده، این فریبکاری ها، دروغ ها، ریاکاری ها و تظاهر ها. و حالا من مثال هایی هم که میتونم بهش اشاره کنم، خیلی دور هم نریم، میتونیم در مورد آمار کشته شدگان آبان 98 بگیم، در مورد هواپیمای اوکراینی بگیم. ببینید تماما اگر به عمق مسئله نگاه کنیم، صحبت از همون در واقع مصلحت و یا همون بقایی که جمهوری اسلامی برای خودش میطلبه و حالا با فریب دادن و دروغ گفتن چه جامعه جهانی چه خود مردم ایران سعی میکنه که از این طریق بتونه در واقع اون بقای خودش رو حفظ بکنه. یه نکته دیگه که خیلی مهم هستش که الان دلیل نگرانی زیاد جامعه جهانی در واقع همون برنامه اتمی جمهوری اسلامی هستش، که این میتونه الان به خاطر حالا دروغ‌هایی که گفته شده، حرفایی که زده شده و حالا مشخص شده که چقدر جمهوری اسلامی در این مورد در واقع فریب کاری کرده، این باعث خب یه نگرانی شده و دیگه همه در جریان این موضوع هستیم. و در واقع تقیه و پرده پوشی مصلحت آموزی که جمهوری اسلامی هم درش تبحر داره و به کارگیری اون رو نه تنها مذموم نمیدونه در واقع این جامعه جهانی، بلکه عمل به اون هم بخشی از آموزه‌های دینی و وظیفه مذهبی دونسته. و یه موردی هم وزارت خارجه ایالات آمریکا است که اشاره داشته به امتیازات ویژه روحانیون و فسادهای اقتصادی ایران و گفته که حکومت جمهوری اسلامی ایران رو مملو از فساد و ریاکاری میدونه، با وجود اینکه این حکومت اسلامی دارای دستگاه‌های غیر شفاف، فساد گسترده حتی در بالاترین نهادهای کشوریه و مشکلات عمیق اجتماعی. این مشکلات همگی در حالی هستند که روحانیون به شکل پیوسته در حال تأثیرگذاری بر مردمن
و حتی از تلویزیون ملی ایران هم به شکلی پیوسته این آموزه‌های دینی پخش میشه و انواع مراسم‌های مذهبی به طور کشوری در ایران برگزار میشه و در واقع دین برای بسیاری چیزی نیست جز نقابی برای ریاکاری و همنوایی با معنویت دولتی. یک سیاستمدار آمریکایی هم حکومت جمهوری اسلامی رو عمیقاً ریاکار دونسته و گفته گاه تصاویر و گزارش‌هایی از بستگان مقامات حکومت جمهوری اسلامی ایران در خارج در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه و این بستگان مقامات ایرانی به داشتن زندگی لوکس و استفاده از امکاناتی متهم شدن که به دستور خیشاوندانشان که در مقام‌های کشوری هستند مردم ایران از اونها محروم هستند. یا اقامت بستگان و مقامات ایرانی در خارج از کشور همچنین با انتقاد برخی از مسئولین دولتی جمهوری هم مواجه شده و اما مجدداً این وزارت امور خارجه آمریکا هم درباره اقامت مقامات جمهوری اسلامی و بستگان اونا در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که در حالی که مقامات جمهوری اسلامی شعار مرگ بر آمریکا سر میدن، خانواده هاشون رو اعزام به اصطلاح شیطان بزرگ میکنن تا در این کشور زندگی و تحصیل کنن و منابع مردم ایران رو برای منظور به کار میبرن. و اینجا هم باز اشاره و نشانی از ریاکاری در واقع حکومت اسلامی ایران میبینیم. اما در انتهای صحبتم در واقع میشه این نتیجه رو بگیریم که درسته شاید این از گذشته این اتفاق افتاده ولی یه جوری در فرهنگ ما جا گرفته و تا زمانی که در واقع ما ایرانیان در حقیقت به یک اتحاد برسیم نه در مصلحت همونطور که در بالا بهش اشاره کردم این روند ادامه پیدا میکنه و حالا این نه تنها بر سرنوشت تک تک ماها حالا چه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و غیره تأثیر میذاره حتی در آینده کشورمون هم برای رسیدن به آزادی هم تاثیرگذار خواهد. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با من همراه بودین و صحبت های منو گوش کردین. ممنونم خانم بیرجندی. خب شما به بحث در واقع شیعیش پرداختید ولی خب دروغی که متاسفانه وارد جامعه هم شده و همه دارن به همدیگه دروغ میگن، یعنی واقعا شده جزء فرهنگ مملکت ما، متاسفانه داره همه چی رو از بین میبره. یعنی توی کشور همون جوری شده که اصلا بدون دروغ گفتن اصلا نمیشه انگار زندگی کرد، یعنی یه جوری جا افتاده بین مردم که اصلا بدون دروغ واقعا نمیشه زندگی کرد. و متاسفانه خب همونجوری که خودتون فرمودید جمهوری اسلامی در واقع پایه و بنیانش از همون اول در واقع بر پایه دروغ بوده و توی این سالا هممون دیگه شاهد بودیم دیگه واقعا یه حرف راست از دهن هیچ کدومشون بیرون نیومده. یعنی اگه واقعا بیان یه حرف راست بزنن خودمون شک میکنیم اصلا به اون حرف که اون دروغه. یعنی الان بیان بگن الان روزه، ما واقعا شک میکنیم نکنه الان واقعا شبه. انقدر که دروغ گفتن توی این 40 سال حتی برای مسائل خیلی جزئی که حتی نیازی به دروغ گفتن هم نیست ولی میان دروغ میگن برای که عادت کردن به لاپوشونی کردن، عادت کردن به کتمان کردن و یه جورایی مردم رو گمراه کردن. همونجوری که خودتون هم گفتید خودشون میان 24 ساعته توی رسانه نمیدونم همه جا میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس فلان فلان، ولی خودشون میبینیم توی دانشگاه‌های آمریکا درس میخونن، خودشون میبینیم اقامت انگلیس دارن، خودشون همین خبرنگارایی که دارن توی انواع اقسام توی بقیه کشورها، توی نیویورک، توی لندن، توی همین آلمان 10 سال 20 سال خبرنگاری میکنن تا میتونن از بدیای اون کشور میگن، ولی بلافاصله بعد از بازنشستگی هممون دیدیم سری میرن اساس کشی میکنن توی همون کشور که توش بودن و از فجایعش 20 سال گفتن و از بدیاش گفتن، ولی سری میرن درخواست اقامت میدن و همونجا ساکن میشن. و اینا فقط برای مردم بده، یعنی فقط مردم باید بدونن آمریکا بده، انگلیس بده، ولی خودشون میکشن که به همچین جایی برسن.
ممنونم از شما خانم بیرجندی. از دوستان همکاران گرامی، اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده دیدگاه نظری دارید خوشحال میشیم که شنوا باشیم. خب ممنونم از شما. از سخنران بعدیمون دعوت میکنم. سخنران بعدی ما جناب آقای امین زهری با موضوع نگاه اسلام به دیگر ادیان آسمانی. آقای زهری بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. سلام عرض میکنم خدمت همه. مرسی، ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید. خب برای بررسی دیدگاه اسلام نسبت به سایر ادیان، قبل از هر چیز لازمه بخشی از تاریخ رو قبل از ظهور اسلام بررسی کنیم. منابع اسلامی اغلب عربستان پیش از اسلام رو بت‌پرست گزارش کردن، اما آنچه در قرآن دیده میشه بحث و جدل میان یک تا پرستان است و بت‌پرست بودن تمامی اعراب در زمان ظهور اسلام هیچ اساس تاریخی نداره. قبل از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان، شهر یثرب یک شهر پر رونق بود که به دست یهودیان هدایت میشد و این امر بعدها با جنگ‌های امپراتوری بیزانس رو به گسترش گذاشت و مسیحیان زیادی که در قاره آفریقا سکونت داشتن به سمت جنوب عربستان رو آوردن و در شمال یهودیانی که مورد آزار و اذیت مسیحیان قرار گرفته بودند به درون شبه جزیره عربستان سرازیر شدند. با ظهور اسلام جنگ‌های مختلفی در بین مسلمانان و دیگر ادیان رو گرفت تا اسلام اقتدار پیدا کرده و گسترش پیدا کنه. در قرآن به صراحت گفته شده دین نزد خدا تنها اسلام است و همچنین هر کس بجز اسلام دین دیگری جستجو و پیجویی کند از او پذیرفته نیست. بارها تاکید میکند که آخرین و حقیقی ترین دین تنها دین اسلام است و گفته شده که ای پیامبر با کافران جهاد کن و بر آنان سخت بگیر. اما در احادیث پیامبر اسلام برخورد شدیدتری را شاهد هستیم و همین امر باعث شده با گسترش اسلام نحوه برخورد با سایر ادیان شدیدتر بشه و مواضع تغییر بکنه. ما در سرنوشت قوم بنی قریظه که یک قوم یهودی در شبه جزیره عربستان بودن میخونیم که در زمان هجرت پیامبر اسلام از مکه به مدینه و جنگی که به نام جنگ احزاب یاد میشه، گفته شده پیامبر اسلام دستور داد که تمامی مردان و نوجوانانی که موی زهار آنها رشد کرده بود را گردن بزنند و قطعاً در ادامه اسارت زنان و مال و اموال قوم بنی قریظه بوده. در تاریخ‌های مختلف تعداد اسیرهایی که به قتل رسیدند متفاوته. برخی گفتن 550 نفر در واقع توی این جنگی که با قوم بنی قریظه بوده کشته شدن، برخی گفتن 800 نفر به قتل عام رسید. در مورد این جنگ حتی در قرآن آیات 56 تا 58 سوره انفال و 26 و 27 سوره احزاب راجع به جنگ بنی قریظه آورده شده و توضیحات مختلفی از این جنگ وجود داره که داخل اینترنت خیلی صحبت در موردش هست، اما ما به طور کامل به اونها نمیپردازیم، بلکه هدف ما تنها پی بردن به شیوه برخورد پیامبر اسلام با دیگر ادیان آسمانیه. بعد از پیامبر اسلام حکومت‌هایی که آمدن، چه شیعه و چه سنی، استنادی که به قضایای مختلف داشتند، به عنوان مثال در اینجا ما فقط ارتداد رو مورد بررسی قرار میدیم، فقط و فقط یک جنبه سیاسی داشتن. انگیزه حفظ کرسی و قدرت بود و تنها با این انگیزه و برای سرکوب مخالفین به قاضی القضات ها دستور دادن از دل این کتاب ها فتوا بیرون بکشن. سپس با رجوع به قرآن و آیات 86 و 87 سوره آل عمران که بحث مرتد در آن مطرح میشه، هیچ اشاره‌ای به اعدام نداره. نهایت میفرماید جزای کسی که از دینش برمیگردد لعنت خدا و ملائکه و مردم است. اما پس از آن عده‌ای گفتند که آیه‌ای که در قرآن هست که به ما میگوید هر چه پیامبر به شما گفت انجام بدهید، به عنوان مثال آیه 7 سوره هجر و فرمایش پیامبر دقیقاً فرمایش خداست، و همچنین سوره نساء آیه 57 که می فرماید در مورد اموری که نزاع کردید به خدا و پیامبر برگردید، یعنی قرآن و حدیث. در اینجا بود که نتیجه گیری کردن و گفتن اینکه کیفرش چه باشد، در حدیث صحیح بخاری از پیامبر اسلام اومده هر کس دینش را عوض کند او را بکشید و پیامبر دستور داده همچون برخوردی بشود، یعنی با کسی که از دین برمیگردد و به دیگر ادیان رو می آورد حکم اعدام است و حکم قتل است. از دیدگاه بسیاری از فقهای شیعه شک کردن را نیز جزی از ارتداد در شمردن. ابن حمزه طوسی میگوید کسی که
پس از اقرار به صداقت پیامبر دچار تردید شود یا بگوید نمیدانم پیامبر راستگوست یا دروغگو، خونش مباح است. به اعتقاد مارسل بوازار، استاد حقوق دانشگاه ژنو، علت سختگیری اسلام درباره مرتد شاید بدان جهت باشد که در نظام حکومتی و سیستم اداری جوامع اسلامی ایمان به خدا صرفاً جنبه اعتقادی و درون قلبی ندارد، بلکه جزء بندهای پیوستگی امت و پایه‌های حکومت است. در واقع حفظ پایه‌های حکومت، به طوری که با فقدان آن قوام و دوام جامعه اسلامی متلاشی می شود و مانند قتل یا فتنه و فساد است که نمی تواند قابل تحمل باشد. به اعتقاد جوادی عاملی، ارتداد آن است که کسی دین را از روی منطق و تحقیق می پذیرد، با این حال دین را به بازی بگیرد و از آن اعلام بیزاری کند. بنابراین شخص مرتد به صرف شک و تردید اعدام نمی شود، بلکه در صورتی که با قول یا عملکرد کفرآمیز ارتداد خود را اظهار کند و راه عناد و کجروی پیش گرفته و در صدد تضعیف آیین اسلام برآید، به اون دلیل اعدام می شود. ولی کسی که در ظاهر شهادتین بر زبان جاری کرده تا زمانی که اظهار اسلام می کند، کسی حق تعرض به او را ندارد. بنا به نظر اسلام، احکام ارتداد در مورد کسانی که رد و انکار خود را آشکار و علنی نمی کنند اجرا نمی شود. بنابراین همچنان به وضوح می‌بینیم که تنها مشکل مسلمانان حفظ جایگاه سیاسی و عدم تزلزل است، تا جایی که با تظاهر کنندگان به اسلام، یعنی کسانی که اعتقاد قلبی ندارند اما فقط تظاهر می‌کنند، مسلمان هستند، مشکلی ندارد. اما با تبلیغ کنندگان ضد اسلام یا موافق سایر ادیان شدیداً برخورد می‌کند. طبق قانون اساسی فعلی، دین رسمی کشور ایران اسلام و مذهب شیعه 12 امامی می‌باشد. همچنین پیروان سایر ادیان ابراهیمی از قبیله یهودیان، زرتشتیان، مسیحیان و مندایان به رسمیت شناخته شده و در حدود قانون در انجام مراسم دینی آزاد می باشند. با این وجود، علارغم به رسمیت شناختن این اقلیت‌ها، اقدامات حکومت ایران یک فضای تهدید کننده برای برخی اقلیت‌های مذهبی را ایجاد می کند. می توان گفت از آغاز انقلاب 57 تا کنون، نه تنها ایرانیان بهایی، یهودی، مسیحی و زرتشتی، که حتی اهل تسنن و دیگر فرقه های اسلامی چون اهل حق، دراویش گوناوادی و حتی شیعیانی که به نام های ملی، مذهبی یا روشنفکر دینی شناخته می شوند، از آزارها و سرکوبها در امان نبودند. تا آنجا که عده زیادی از آنان، به ویژه یهودیان، مسیحیان و بهایان، چاره را در جلای وطن یافته، راه مهاجرت به کشورهای دیگر را پیش گرفتند. در گزارش سال 1393 آمریکا درباره آزار اقلیت‌های دینی در جهان هشدار داد. گزارش سالانه این کشور درباره آزادی‌های دینی حاکی از آزار پیروان مذاهب غیر شیعه در ایران و محدودیت‌هایی است که به آنان در مورد پرداختن به آداب دینیشان تحمیل می‌شود. بخشی از گزارش وزارت امور خارجه آمریکا به بررسی وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران اختصاص دارد. در این گزارش آمده که مقامات جمهوری اسلامی در ایران محدودیت‌های سختی را برای پیروان مذاهب غیر از مذهب رسمی حکومت قائل می‌شوند. آنان پیروان تقریبا همه مذاهب غیر شیعه را تهدید و بازداشت کرده آزار می‌دهند. این گزارش می‌گوید که جمهوری اسلامی به افرادی که به جامعه مسیحیان و جامعه زرتشتیان پیوسته‌اند یا افراد دستگیر شده ای که به این دو گروه اقلیت مذهبی تعلق دارند، در زمینه پرداختن به آداب و مناسک مذهبیشان محدودیت هایی را تحمیل می کنند. در مدتی که جمهوری اسلامی در این حاکمیت می کند، نه تنها کلیسا یا مکان مذهبی برای سایر ادیان ساخته نشده، بلکه بسیاری از بناها را تخریب کردند. بر پایه این گزارش، سخنان و عملکردهای مقامات جمهوری اسلامی فضای ترسناک برای پیروان تقریبا همه مذاهب غیر شیعه ایجاد کرده است، به خصوص برای بهائیان، دراویش گوناوادی، مسیحیان پروتستان، یهودیان و شیعیانی که مواضع رسمی حکومت را نمیپذیرند. مسیحیان و بهائیان از بازداشت‌های خودسرانه، حبس‌های طولانی و مصادره اموال خود گزارش دادند. این گزارش همچنین از رسانه‌های تحت کنترل حکومت جمهوری اسلامی انتقاد می‌کند که به تبلیغ منفی علیه اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهائیان ادامه می‌دهد. طبق این گزارش، همه اقلیت‌های مذهبی به درجات مختلف از تبعیض‌هایی که به طور رسمی به خصوص در عرصه‌های اشتغال، آموزش و مسکن اعمال می‌شود رنج می‌برند. بهائیان همچنان یا از دانشگاه اخراج می‌شوند یا اصلا اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارند.
گزارش های از تبعیض و سوء استفاده اجتماعی به دلیل تعلقات مذهبی وجود داره که میگوید پیروان مذاهب غیر شیعه از سوی جامعه مورد تبعیض قرار می گیرند و عواملی از جامعه فضای تهدیدآمیزی علیه آنها ایجاد می کنند. ما در طول تاریخ خب می بینیم و می خونیم که قرآن و دین اسلام هیچ مشکلی با سایر ادیان ابراهیمی نداره و همچنین بارها به نیکی از اونها یاد کرده، اما در نقطه مقابل وقتی به عمل می رسیم مشاهده می کنیم که مسلمانان برخلاف باورشون چه در زمان خود پیامبر اسلام و چه در دورهای بعد همیشه مخالف دیگر ادیان برخورد کردند و در نهایت در حکومت جمهوری اسلامی ایران شاهد بیشترین فشار و برخورد خشونت‌آمیز با سایر ادیان آسمانی هستیم. متشکرم که به سخنرانی من گوش کردید. اگر نقطه نظری یا صحبتی هست من در خدمت. سپاسگزارم آقای زهری، متشکرم از شما بابت سخنرانی بسیار خوبتون. از دوستان همکاران گرامی اگر در رابطه با سخنرانی ارائه شده نقطه نظر دیدگاهی دارید خوشحال میشیم که شنوا باشید. خب ممنونم از شما. به سراغ بخش بعدیمون میریم. بخش بعدی ما بحث آزاده و بحث آزاد امروزمون با موضوع حق آزادی انتخاب همسر ازدواج آگاهانه. ازدواج رو میتونیم به عنوان یک موضوع اجتماعی پیچیده و حساس میونه دو نفر تعریف کنیم که به عنوان یک مقدمه و منشأ خانواده به حساب میاد و یکی از مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی مربوط به جامعه و انسان میشه. به همین دلیل توی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده که هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ محدودیتی در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی باشن و ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. پس به جز اینکه توی قوانین به حق آزادی انتخاب همسر پرداخته شده، علاوه بر اون توی زندگی انسان‌ها این آزادی دارای اهمیت ویژه‌ایه، چرا که ازدواج یک انتخاب کاملا شخصی و آزادانه است که باید بر پایه عشق و علاقه بنا بشه. اما چیزی که ما تو راه و روش جمهوری اسلامی در مورد ازدواج آگاهانه نمی‌بینیم، ازدواجی آزادانه و برپایه علاقه است. توی این چند سال اخیر روش‌های جمهوری اسلامی ایران در مورد ازدواج و فرزندآوری بسیار تشویقی و حمایتی شده. البته این تشویقی که من اینجا میگم از نظر خود جمهوری اسلامی ایرانه. رهبر جمهوری اسلامی ایران، دولت‌ها و مجلس توی سالهای اخیر به دنبال برنامه ریزی و اجرای قوانینی هستند که بر اساس اون جوانها رو تشویق به ازدواج بکنن، مثل حالا دادن وامهایی با مبالغ بالاتر و اولویت قرار دادن کسانی که ازدواج کردن و بچه هم دارن واسه استخدام توی جاهای مختلف. البته این مواردی که عرض کردم خدمتون خب در واقع میشه گفت اجرایی نشد و همش در حد شعار و روی کاغذه. تنها چیزی که هنوز پابرجا مونده و مجلس با تغییر اون مخالفت کرده تعیین حداقل سن ازدواجه که برای دختران 16 سال و برای پسران 18 سال، که خب با مخالفت‌های مراجع تقلید و نظر مثلا کارشناسی شده نماینده‌های مجلس که این کار باعث ازدواج بیشتر جوان‌ها میشه، این طرح رو رد کردن و کماکان سابق دختران از 13 سالگی میتونن ازدواج کنن، که خب توی این ازدواج ها نه تنها حق انتخابی وجود نداره بلکه کاملا ناآگاهانه انجام میشه. مقداری از این ناآگاهی ها خب توی این ازدواج ها برمیگرده به راه و روش حکومت، اما یه سری از این ناآگاهی ها برمیگرده به خود خانواده ها که توی این خانواده ها نه تنها مادران و پدران ناآگاه هستند بلکه خود جوان ها هم درک درستی از ازدواج و یه زندگی مشترک ندارن. ما جوانایی توی جامعهمون داریم که حتی اگر کم سن و سال هم نباشن به خاطر نداشتن آگاهی‌های لازم و ندیدن آموزش‌های لازم از همون کودکی نه تنها در مورد مسائل زندگی خودشون آگاهی ندارن،
بلکه در مورد مهارت‌های یک ازدواج و مسائل خانوادگی هم همینطور هیچ آگاهی نداره. نبود یک انتخاب آزادانه و آگاهانه در ازدواج افراد رو مجبور به تحمل مشکلات بسیاری مثل تحمل فشارهای روانی که خب در این مورد بعضاً به خودکشی افراد ختم میشه، خیانت و همچنین آسیب‌های اجتماعی و موضوعات دیگه‌ای میشه. در واقع خانواده‌ها، سیستم آموزشی کشور و رسانه‌ها باید توی جامعه اطلاعات و مهارت‌های مورد نیاز رو در رابطه با این موضوع از همون کودکی متناسب با سن کودک تا جوانی به طور پیوسته آموزش بدن تا جوان‌ها بتونن در جوانی با یک آگاهی کامل در صورت تمایل یک ازدواج مناسب داشته باشن. اما همین تمایل داشتن جوان‌ها به ازدواج توی تقریبا تمامی جوانان امروزی تغییر کرده و میل به ازدواج توی جوان‌ها کم شده که خب یکی از دلایل اون میتونه تغییر سبک زندگی امروزی باشه. با تغییر سبک زندگی ملاک‌های انتخاب، آداب و رسوم و مهمتر از همه افکار و عقاید آدم‌ها هم تغییر می‌کنه. اما جمهوری اسلامی ایران هنوز نتونسته خودش رو با این تغییرها هماهنگ بکنه و همچنین ازدواج رو یک ارزش میدونه و ازدواج نکردن جوانان رو به معنی مخالفت اونها با دین و مجرد بودن رو یک عمل ضد ارزشی میدونه که خب همینجا هم باید بگیم که حق آزادی در ازدواج به وسیله جمهوری اسلامی ایران با همین دیدگاه زیر پا گذاشته میشه. خب دوستان، من صحبتام اینجا کوتاه میکنم که بحث رو با شما همکاران عزیز ادامه بدیم. در این زمینه همگی میدونیم و دیدیم توی ایران توی این سالا توی این چند سال اخیر مراکز مشاوره قبل از ازدواج زیادی راه اندازی شده. خب این مراکز برای این باورن که میتونن تا حد زیادی به جوونا برای انتخاب همسر و آگاه کردن جوونا در مورد ازدواج کمک کنن. اما خیلی هم برای این باورن که این مراکز مشاوره از حالت مشاوره بودن خارج شده و نه تنها در کلیت ازدواج جوان‌ها دخالت میکنه، بلکه یه جورایی تبدیل شده به مراکز همسریابی. حالا میخواستم ببینم شما دوستان در این مورد چی فکر میکنید و تا چه حدی موافق و یا مخالف وجود چنین مراکزی هستید. در نظر شما دوستان توی ایران، توی کشور خودمون، چه تعداد از جوان‌های ما واقعاً حق انتخاب همسر رو به طور آزادانه دارن و میتونن یک ازدواج آزاد رو بر پایه علاقه داشته باشن؟ خب دوستان عزیز، من صحبتام اینجا کوتاه میکنم. خیلی دوست دارم بحث رو با شما همکاران عزیز در این رابطه ادامه بدیم، در رابطه با این بحث ازدواج آگاهانه. خب میدونیم که واقعا چیزی به عنوان به معنی ازدواج آگاهانه ما توی کشورمون نداریم و الان نمیبینیم واقعا. بله خانم بیژندی، بفرمایید. خواهش میکنم، وقت اختیار شماست. سپاس جناب ناصری عزیز، ممنون که این وقت رو به من دادین. من در اول میخواستم راجع به سن پایین ازدواج یه موضوعی رو بگم که شما فرمودین. در واقع از نظر خود من که مطمئنن که خیلی همین نظر رو دارن، سن 13 سال واقعا سنی نیستش که یه خانم، یه دختر بچه، در واقع باید اینو بگیم، یه دختر بچه بخواد یک زندگی رو اداره کنه. و وقتی هم میگی به کسانی و معترض میشی و میگن مثلا مگه ما نبودیم، یا مادر ما نبوده، یا مگه در گذشته اینطور نبوده، اما واقعا اینکه ما الان بخوایم شرایط الان رو با حتی 30 سال پیش، 20-25 سال پیش مقایسه کنیم، اصلا یه کار اشتباهیه. اون موقع اطلاعات مردم انقدر نبود، اینترنت در دسترس نبود، آگاهی تا یه حدی در واقع زیاد نبود، واقعا چیزی نداشتن. توی مدارس هم که میبینیم آموزش درستی به فرزندان ما داده نمیشه، پس سطح آگاهی دختر بچه های ما که کلن خیلی پایین هست. حالا بخوان ازدواج هم بکنن و یه زندگی رو بخوان، در واقع من به حق انتخابشون کار ندارم، چون فقط میدونم که در ایران کلن حق انتخابی وجود نداره، اینم مستثنا نیست.
اینه که ازدواج های به این صورت، حالا به خاطر فقر خانواده هاست، به خاطر اینکه میخوان به حال یه نفر از زندگی کمتر بشه، چون سطح درآمد پایینه، چون اقتصاد خیلی خرابه، ولی باز اون ازدواج ها هم منجر به شکست میشه و طلاق ها تعدادشون بیشتر میشه، بچه هایی که توی خیابون گذاشته میشن به خاطر اینکه حالا یه پسر سن کم یا یه دختر سن کم یه ازدواج غلطی انجام دادن و هیچ آینده ای هم ندارن، اکثر به طلاق هایی که الان میبینیم آمار طلاق هم زیاد شده و همطور که اشاره کردم خانواده هایی که بچه دار شدن و توانایی این که بچه رو داشته باشن ندارن. من امروز اتفاقا یه فیلم می دیدم که یک خانومی بچهش رو داشت سقط می کرد و داشت می گفت به خاطر که نمی خواست به هر حال به گفته او یک انسان بیگناه به این کشور در واقع به ایران پا بذاره، ولی خب شرایط اقتصادی بعد خانواده هم اینو در واقع این امکانو نمی ده بهشون. صحبتمو کوتاه میکنم و اینو فقط میگم که جمهوری اسلامی فقط مد نظرش مصلحت نظامه و پایداری خودشونه. اونا نگاه نمیکنن به این که الان توی این شرایط باید اول اوضاع اقتصاد مملکت رو درست بکنن، مردم رو به یه آرامش حداقلی نسبی برسونن، بعد درخواست اینو داشته باشن. به خاطر این که الان سن در واقع جوان کشورمون داره کم میشه، از نظر اونا فقط میخوان که تولید شیعه کنن، در واقع اینطوری بگم اون ایدئولوژی خودشونه، اصرارشون به اینه. و مورد آخری هم که میخوام بگم بازم از این لحاظ که باز مصلحت نظامه، باز اونچه که اونها میخوان انجام بدن نه منفعت مردم، الان پولایی که دارن خرج میکنن برای بازسازی ارتباط عالیات نمیدونم حرما و این حرفا، به نظرتون این پولای هنگفتی که داره اونجا خرج میشه نمیتونه خرج مردم خود ایران بشه و تو سفره‌های مردم بیاد که حداقل یک کمکی باشه برای مردم؟ شاید بتونن حداقل تو سن بالاتر از 20 سال بتونن تشکیل خانواده بدن جوانا. ممنونم، ببخشید اگر که صحبت زیاد کرد. بله ممنونم خانم بیرجندی. بله در واقع میشه از زوایای خیلی زیادی به این موضوع نگاه کرد، به بحث ازدواج اجباری یا ازدواج ناآگاهانه یا اینکه ازدواج زود هنگام، کودک همسری. خب تبعات خیلی زیادی داره و دلایل خیلی زیادی هم داره. یعنی یکیش شما فرمودید فقر، هم فقر مالی به نظر من و هم فقر فرهنگی که متاسفانه توی جامعهمون هنوز هم هست، هنوز ریشه‌کن نشده. حالا یه بخشایش خب برمیگرده به حکومت، من اینو قبول دارم کامل و اصلا شکی هم درش نیست، برمیگرده به بحث حکومت که زیر ساخت لازم رو آماده نمی‌کنه، شغلی وجود نداره، امنیت شغلی وجود نداره، درآمد کافی وجود نداره برای ازدواج و از اون طرف فشار میاره که جوان‌ها باید زود ازدواج کنن، دخترها باید 13 سالگی، پسرها 16 سالگی ازدواج بکنن و سریع هم فرزند بیارن و تعداد خیلی زیادی هم بیارن، ولی از اون طرف نمیاد شغل ایجاد کنه، نمیاد مسکن درست بکنه، خونه درست بکنه، امنیت بیاره توی جامعه و فقط فشار میاره که فرزند آوری کنه. همینا رو من قبول دارم، ولی از یه طرف دیگه بحث فقر فرهنگی که متاسفانه توی بخشی از جامعهمون هم هنوز هست و از بین نرفته، خیلی کمتر شده نسبت به قبل، واقعا خیلی کمتر شده ولی هنوزم از بین نرفته که تو اکثر مناطق، مخصوصا مناطق مرزی کشورمون، مناطق محروم کشورمون، متاسفانه داریم میبینیم اینو که بچه های خودشون رو 13 ساله، 14 ساله، 15 ساله، واقعا یه دختر 13 ساله از زندگی مشترک چی میفهمه؟ اصلا چه میدونه واقعا خانواده یعنی چی؟ یعنی هنوز به اون درک نرسیده، ولی میان فرزندانشون به خاطر حالا اون فقری که وجود داره، هم فقر مالی هم فقر فرهنگی، زود کاری میکنه که ازدواج بکنه و بلافاصله هم بچه دار بشه تا یک خانواده تشکیل بده. چرا؟ چون این جا افتاده براشون، آگاه نشدن که اگه اون دختر زود ازدواج کنه، ازدواج آگاهانه نداشته باشه، خب اصلا فرزند سالمی نمیتونه وارد جامعه بکنه. شما باید فرزندان سالمی وارد جامعه بکنید تا انتظار یک جامعه پویایی داشته باشید، انتظار یک جامعه رو به پیشرفتی داشته باشید،
وقتی یه فرزندی وارد جامعه میکنید که اون فرزندم ناآگاه نتونه حق خودش رو بگیره، هیچی واقعا ندونه، خب این چه سودی داره، چه منفعتی داره برای کشور؟ من دوستان دیگه هم دعوت میکنم حتی توی بحث آزاد رو شرکت بکنن. آقای کچوی هم بفرمایید، خواهش میکنم، مایک در اختیار شماست. درود و تشکر بابت همه بحثایی که تا حالا شد. آقای کچویان صداتون قطع شد، صدای شما رو ما نداریم. صداتون قطع شد، الان فکر میکنم درست شد، میتونید صحبت. الان صدای من هست تو جلسه. بله درست شد، بفرمایید. بله، قانونگذار وقتی یه قانونی رو تصویب میکنه باید نتیجه قانونی هم که میذاره ببینه. اومده از یک طرف سن ازدواج رو پایین گذاشته که اون ازدواج کننده، حالا چه خانم باشه چه آقا باشه، نتونه درست و آگاهانه تصمیم بگیره. یه جهت تو جامعه‌ای که فرق قوا میکنه اومده مشوقه مالی برای ازدواج کردن گذاشته و این جامعه رو سوق میده که حالا پدر مادرهایی که آگاه نیستند به خاطر اون مشوقه های مالی که هستش بچه هاشون رو مجبور کنن به زود ازدواج کردن و این نتیجه بسیار بدی توی جامعه داره و از اون طرف هم هیچ پیشبینی برای تربیت صحیح و مدرسه سازی و آموزش این فرزندانی که به دنیا میان دیده نشده، حتی واسطه تامین آب شربشون هم هیچ پیشبینی دیده نشده و این همه اینا به این نتیجه آدم رو میرسونه که اینا فقط میخوان که تعداد جمعیت رو زیاد کنن که حالا سفر انسانی داشته باشن، لشکر داشته باشن، ولی نه کیفیت آموزششون، نه حتی اینکه این آدم ها چجوری زندگی میکنن، نه حتی اینکه در آینده خورد و خوراک واسهشون تامین بشه، نه هیچی براشون مهم نیست. مرسی که این وقت در اختیار من گذاشتید. من مایک رها میکنم. بله متاسفانه آقای کچویان کاملا درست میگیم، متاسفانه توی کشورمون الان با وضعیتی که الان داریم میبینیم، با وجود این همه کودک کاری که توی خیابونا میبینیم، واقعا تشویق به فرزند آوری آدم واقعا نمیفهمه با چه هدفی واقعا دارن این کار میکنن. یعنی شما همین فرزندایی که الان هستن توی جامعهمون، شما همینا رو بیاید سر و سامون بدید، همینا رو بیاید آموزش بدید، همینا رو بیاید براشون شغل ایجاد کنید، مدرسه ایجاد کنید. خیلی از روستاهامون هست مدرسه ندارن، یعنی مدرسه ای وجود نداره که بچه ها بخوان برن درس بخونن، ولی میبینیم که الان این همه دارن فشار میارن که بچه بیاد. خب این بچه چیکار، تحصیل نمیخواد بکنه، درس نمیخواد بکنه، فردا روزی نمیخواد بره دانشگاه، آیا نیاز به امکانات بهداشتی نداره، آیا نیاز به شغل نداره؟ واقعا نمیشه فهمید که واقعا چه هدفی دارن، با چه هدفی دارن این همه تشویق به ازدواج زود هنگام میکنن. سرکار خانم چگینی بفرمایید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تو برنامه هستن. البته من تو بانو هم ببخشید اگه صدام بد میاد. من فقط میخواستم بگم که واقعا جمهوری اسلامی به جنبه جنسی در واقع فکر میکنه و اینکه ازدواج مستلزم این هستش که یک نفر از نظر جنسی روحی رشد کافی کرده باشه، این نباشه که فقط مثلا در واقع به از نظر جنسی بهش فکر کنه، که متاسفانه جمهوری اسلامی همین هستش و به فرزند آوری که دوستان عزیز اشاره کردن. ولی یه مادر و یه پدر در واقع زمانی یک کشور میتونه رشد خوبی داشته باشه که بتونن درست یه فرزند رو تربیت کنن. وقتی یه مادر 13 ساله باردار میشه، وقتی خودش هنوز کودکه، چطور میتونه یه بچه رو بزرگ کنه؟ چطور میتونه به یه بچه مثلا از نظر عاطفی اونو رشد بده یا بهش درس بده؟ یا همین ازدواجی که ازدواج سفید جمهوری اسلامی یا نمیدونم سنت یا هر چیزی که بهش میگن، من خودم اعتقادم بر اینه کسی که میخواد ازدواج کنه خوبه، یعنی به این حد برسه که یک نفر کامل شناخت داشته باشه، چون ازدواج چیزی هستش که تمام جنبه های زندگی یک انسان رو تحت شعاع قرار میده. فقط این نیست که مثلا زیر یه سقف بری و
مثلا بچه داشته باشی. چون وقتی شما ناموفق باشی تو ازدواجتون، از نظر تحصیلی، شغلی، خانوادگی، همه رو در واقع تحت شعاع قرار میده و از اون نظر همه رو نابود میکنه. و الان ما میبینیم تو کشورمون چقدر افسردگی بالا رفته، بیماری های روحی بالا رفته. دلیلش همینه، چون ما بچه ما شغل نداره، سنش پایینه، میگیم برو ازدواج کن. بعد این بچه هنوز خودش تأمین نیست و وارد یه زندگی میشه که خودش باید مسئولیت داشته باشه. متاسفانه جمهوری اسلامی در واقع این سیاستشه که هر دفعه یه شکلی رو برای مردم ما به وجود بیاره که حالت باید باشه. حتی تو ازدواج یا که الان فرزند آوری که اینها رو هم دخالت میکنه. دلیلش به نظر من فقط میتونه این باشه که بگه من هستم و باید شما این کار رو انجام بده. متاسفانه که شاید خیلی از خانواده ها هم همین کار رو انجام میدن و دختر بچه هاشون رو به عقد یه نفر در میارن که هم زندگی اون فرد رو نابود میکنن، هم زندگی اون دختر بچه رو و هم فرزندی که به وجود میاد. این نظر شخصی منه، حالا ببخشید البته با صداهایی که وجود داره. امیدوارم تونسته باشم اون چیزی که مطلبی که مد نظرم بود و گفته باشم. با تشکر مایک رها میکنم. ممنونم خانم چگینی. بله دیگه، اصلا یکی از شرایط در واقع ازدواج رسیدن به اون آگاهی، رشد فکری، بلوغ فکری، اینکه یک نفر بتونه بیاد یک خانواده تشکیل بده، یک نفر بتونه بیاد یک زوج، یک همسر برای خودش انتخاب بکنه، یعنی به اون آگاهی رسیده باشه که بتونه برای خودش یک جفت حالا جفت که نه از اون نظر منظورم اینه که یک شخص دیگه رو پیدا کنه که در کنار هم دیگه بتونن یک خانواده تشکیل بدن که حالا در آینده بتونن فرزندی وارد این جامعه بکنن. ولی وقتی دختر یا پسر هر دو هنوز خودشون بچه هستن، خودشون هنوز نمیتونن یک زندگی تشکیل بدن، هنوز نمیتونن تصمیم بگیرن، هنوز نمیتونن یک خانواده تشکیل بدن، بعد میان اینا رو مجبور به ازدواج میکنن و وقتی اینا ازدواج کردن، خب به خاطر سن پایینشون و آموزش‌هایی که ندیدن، معمولا اینجور افراد خب همون سال اول هم بچه دار میشن و حالا ممکنه چند تا فرزند وارد این جامعه بکنن و بهتر وقتی خودشون آگاه نباشن، خب فرزندانی هم که وارد این جامعه میشن خب آگاه نیستن و اون کیفیتی که واقعا باید بدن به زندگی اون فرزندانشون نمیتونن بدن. و همه اینا خب بخشش به خاطر اون خلأ در واقع اون قوانینیه که توی جمهوری اسلامی ایران ثبت شده که حالا دختر بچه میتونه توی 13 سالگی به عقد در بیاد و پسر هم همینطور توی 16 سالگی یا 15 سالگی میتونه ازدواج بکنه. از اون طرف هم یک سری خانواده ها میان این کار رو انجام میدن به خاطر اون خلأ قانونی که وجود داره و به خاطر فقر فرهنگی خودشون و اینجوری میشه که یک جامعه خیلی چطور میشه گفت یک جامعه خیلی ناایمنی ما توی کشورمون داریم. یعنی نه خانواده‌ای درست و بر پایه اصولی توی جامعه شکل میگیره و نه فرزندانی آگاه و با سواد و با علم و با آگاهی کامل وارد جامعه میشن. متأسفانه این مشکلاتی که توی جامعهمون وجود داره و خب هیچ کس هم هیچ فکری برای این مسئله نمی‌کنه. از دوستان و همکاران گرامی در رابطه با بحث آزاد امروزمون، حق ازدواج آگاهانه، اگر نقطه نظر دیدگاهی دارید خیلی خوشحال میشیم که توی بحثمون شرکت بکنید، در این رابطه تبادل نظر بکنیم. بله جناب آقای زهری بفرمایید. خواهش میکنم. صدای من هست؟ بله جناب آقای زهری بفرمایید. مرسی، ممنونم. من فقط خواستم اضافه بکنم به این بحث که در واقع الان توی ایران یه مقدار هم سن ازدواج پایین بالا رفته، یعنی خیلی خانم هایی که دهه 60 دهه 70 هستن نتونستن ازدواج بکنن و سنشون داره رو به بالا میره و هنوز ازدواج نکردن. این هم یه جورایی یکی از سیاست ها و تئوری های جمهوری اسلامیه که معمولا برای اینکه خودش رو خوبتر نشون بده این حرکت رو میزنه، میاد میگه که مثلا
دخترهایی که سن 13 سال هستن ازدواج بکنن، میخواد نشون بده که یعنی ما مشکل خاصی توی رفاه و امنیت و مسکن نداریم، اینها میتونن این کار رو بکنن و سن ازدواج رو پایین تر بیاره که جوانها رو بیشتر بکنه، نیروی شاداب و پویا رو داخل جامعه بیشتر بکنه. ولی در واقعیت خب ما داریم میبینیم که چیز دیگه یه و در واقع همون صحبت هایی که تک شما کردید. اما این فقط یه سیاست و یه تئوریه که میخواد به دنیا نشون بده که ما هیچ مشکلی نداریم، ما در امنیت هستیم، در رفاه هستیم و میتونیم حتی به این مرحله هم برسیم. مرسی، ممنونم. بحث این که حالا فقری که توی جامعه همون وجود داره و اصلا بر کسی پوشیده نیست، تقریبا همه دنیا دارن میبینن که الان چه وضعی توی کشورمونه. فقر مالی منظورمه، با وجود این همه بیکاری، این همه کارگران معترض توی خیابون، این همه معلمان معترض، این همه بازنشستگانی که هر روز دارن میان توی خیابون اعتراض میکنن، این همه کودکان کاری که میبینیم سر چهارراه‌ها توی سطل آشغالا دنبال غذا میگردن، دنبال این که بتونن یه درآمد کوچیکی داشته باشن، همه اینا دیده میشه. چیزی نیست که کسی بخواد اینو واقعا کتمان بکنه یا اینکه لاپوشونی کنه کسی متوجه نشه. ولی کاری که جمهوری اسلامی داره توی این زمینه میکنه اون بحث آماردهیه به نظر من، تا حدودی البته، که یه بخشی از جامعه رو نگه میداره که تو همون سنین پایین ازدواج بکنن. خب یه بخشی از جامعه که شما فرمودید تو سنهای بالا هنوز ازدواج نکردن یا اینکه هنوز تشکیل خانواده ندادن، حالا نه به اون معنی ازدواج اسلامی که حتما باید خطبه عقدی خونده بشه، منظور من تشکیل خانواده است. هنوز خانواده تشکیل ندادن و همه تنها زندگی میکنن. از اون طرف جمهوری اسلامی میاد یه بخشی از جامعه رو یه کاری میکنه که توی سن 13 سال 14 سال 15 سال ازدواج بکنه و یه جوری این میانگین رو حفظ بکنه که آماری که در واقع میده بیرون بگه میانگین سن ازدواج ما چه میدونم مثلا 20 سال الان یا 22 ساله. یه جورایی این توازن رو شاید بخواد برقرار بکنه. و یه بخشیش هم به نظر من همون بحث خانم بیرجندی هم فرمودن، بحث شیعه پروری در واقع یه بخشی از جامعه رو میخواد نسل جوون و اونجوری که خودش دوست داره، بچه‌هایی که الان دارن میرن مدرسه، الان آموزشایی که می‌بینیم توی مدارس داره داده میشه واقعا خیلی تفاوت پیدا کرده نسبت به 20 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش. میبینیم تو مسائل قرآنی، مسائل دینی خیلی دارن بیشتر کار میکنن تا مسائل آموزشی یا حالا بحث قبلا که خب بیشتر حفظیات بود توی دوران ما، ریاضی، علوم تجربی اینا، ولی الان میبینیم توی بحث دینی خیلی دارن تبلیغ میکنن توی مدارس، آموزش ها خیلی بیشتر شده توی این مسائل. خب فرزندانی که الان دیگه پا به عرصه میذارن، پا به مدارس میذارن، خب با این دید تعلیم میشن، با این دید آموزش پیدا میکنن. و جمهوری اسلامی در واقع اینجوری داره یه کاری میکنه که اون بچه هایی که دارن بزرگ میشن با دید و تفکری که خودش دوست داره، تمایل داره، با اون دید بزرگ بشن، خب که بتونه در آینده از این بچه ها، از این جوان های نسل آینده نهایت سوء استفاده رو ببره. خب ممنونم از همه دوستان عزیز. دارن دیگر کسی از دوستان تمایل نداره در بحث آزادمون امروز شرکت بکنه. تشکر میکنم از همه دوستان، همکاران گرامی که امروز در جلسه کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان حضور داشتن، عزیزانی که در بحث ما شرکت کردن، عزیزان سخنران ما و همکارانی که در برگزاری این جلسه به ما یاری رسوندن، منشی جلسه سرکار خانم لیلا ابوطالبی، ضبط صدا و تدوین آقای اسفندیار سنگری، کریم ناصری، ادمین ها آقای امین بلوردی بهمن و جناب آقای آرشا کچویان. سپاس از همه دوستان. من ختم جلسه رو در ساعت 19 و در تاریخ 10 یولی به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. سپاس از همه. خسته نباشید و خدا نگهدار. خانم شهسوانی ممنون میشم اگر لایو رو استاپ بکنید.
خانم شهرستانی اگر صدای بنده رو دارید ممنون میشم که لایو یوتیوب هم استاپ بکنید تا ادامه جلسمون رو داشته باشیم. خب ظاهرا خانم شهرستانی صدای ما رو فعلا ندارن. خانم رضاوند، من از شما تقاضا دارم که اگر که امکان داره حالا یا خودتون یا سرکار خانم